اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمة المعصومين. شوی خدایی که ما رو در این مسیر قرار داد و اگر نمی بود این هدایت الهی، معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. باعث افتخار این که بار دیگر در خدمت شما بزرگواران هستم، اون هم در این مکان مقدس که یکی از بهترین جاهای نکره زمین که بگه هستی است، و در این زمان مقدس در آستانه میلاد مبارک امیر مؤمنان و فرمودن این تهویه سالونم الان براتون درست میکنن، من مبشرن باشم اول و یه نظیرانم باشم برای این صوتی ها، این اکوی اینو بگیرید، ما مدعی که نمیخوام بکنیم، میخوام صحبت بکنیم دیگه. من نمیدونم چرا این مدعاها انقدر هواشونو دارن، به خدا هر جلسه میریم این اصلا میکروفون تنظیم یه سود نمیکشه، ما سخنرانو کسی آدم حساب نمیکنه، آرزو به دل موندیم ما یه چیز بحثی شروع کنیم صوت از اول درست باشه. کلا مشکل جمهوری اسلامی صوت به تا ظهور هم حل میشه، وعید میدونم الله ان شاء الله. همین سعودی ها انقدر فوششون میدیم، ببین ببین چه صوتاشون تنظیمه. ما که نرفتیم مکه، حالا میگن ما گرفتن. آخه مکه رفتن هم بحث داره، بعد ببین تو چه سنی طرف رفته مکه. اگه سن خیلی پایین باشه هم چه حس نیست. حرف و حدیث براتون در میارن برن، میگم فرودگاه جده نرفته باشه. خب من حقیقتا ما بارها توی سخنرانیام گفتم که در بین اهل بیت علیهم السلام، من خودم به شخص ارادت بسیار ویژه‌ای به امیر مؤمنان دارم، بارها حرم اهل بیت رفتم، عرض ادب و خاکساری کردم، اما با خود ائمه بزرگوار دیگه که خدمتشون، یعنی به زیارتشون رفتیم، عرض کردم باباتون امیرالمومنین برای من یه چیز دیگه است. و قطعا ائمه بزرگوار هم ما رو درک میکنن، چون امیرالمومنین هم برای خودشون هم یه چیز دیگه بوده. و از این جهت زیاد نمیتونم شروع شرف خودم رو توی همچین روزی پنهان کنم، آقای خود ما شیطون هم هستیم، دست خودمون نیستش. خب چطور در وصف امیرالمومنین صحبت میشه کرد؟ واقعیتا کار سختیه. وقتی که در بین ائمه میبینید امیرالمومنین کسی است که غلات به غلط قطعا الیاز بالله به اون نسبت خدایی دادن. به این دقت باید بشه چرا همچین چیزی رو انجام دادن، باید یه زمینه داشته باشه دیگه. شما همینجوری که نمیتونی بگی که آقا یه نفر تو کوچه داره راه میره میگه آقای خداست اومد رو زمین. در بین انبیاء الهی این همه پیامبر به حضرت مسیح همچین نسبتی داده شد، برای که یک خلقت عجیب غریب داشته، بدون پدر به دنیا آمده، مرده زنده کرده. به چشم دیدن مردم، به چشم دیدن، یک زمینه وجود داشته داریشون. آقا رسول الله فرمودن یا علی من خیلی از فضایل تو رو نمیگم، چون گمانم بر این اگه بگم بعد از من اینها خاک پای تو رو حمله میکنن، هر جا قدم میذاری برمیدارن، نسبت خدایی به تو خواهند داد. نگفتن، مراعات کردن، شد این. چه بحثی رو مطرح بکنم؟ این بحثایی که حالا غلات مطرح میکردن، یعنی غلو میکردن در مورد اهل بیت، یک بخشش عمدی بود، یعنی توسط خود سیستم جعل حدیث بنی امیه انجام شد که بهانه‌ای رو فراهم کنه برای قلع و قمع اهل بیت. یک فردی به اسم مغیرت ابن سعید، ظاهرا غلام فرد دیگه به اسم خالد قصری، اصلا تخصصش تو جعل حدیث رو حوزه همین کارا حرفا بود. یعنی خود کسایی که به امیرالمومنین بیشترین فحشو میدادن، نعوذ بالله، بیشترین توهینو میکردن، از اون طرف جعل حدیث میکردن در مورد اینکه
آقا او خداست، اونو میدونم چی، اینو خواستن زمینی رو فراهم کن. من تو عرضم قرض این که تا نباشه چیزه که مردم نگوین چیزها، زمینش فراهم بود. علل خصوص این که امیرالمومنین بعد از 25 سال خانه نشینی که به خلافت رسید، مردم که سراغ حضرت رفتن به عنوان امام که نرفتن، که گفتم تو هم میای خلیفه، خالد ابن ولید نیست، اگر میبود سراغ او میرفتی. سالم نیست، اگر بود سراغ او میرفتیم. فلان کسک مرده، وگرنه سراغ او میرفتیم. من به شما بگم بعد از خلیفه سوم، یاران اهل امیرالمومنین خلافت رو از تو دهن طلحه بیرون کشیدن. امثال مالک و عمار اینها تو دهان طلحه بیرون کشیدن، وگرنه خلیفه بعدی طلحه بود. طلحه سردمداری میکرد مخالفت علیه عثمان رو. داستان خلیفه سوم متفاوت بود حتی از خلیفه اول خلیفه دوم. در تواریخ اهل سنت نقل شده، خود اهل سنت گفتن، اینو من تو اون سخنرانی فتنه آخر زمان بحث کردم راجبش، میگه اشد الناس علی عثمان فهو طلحه، میگه هیچی نبود مثل اندازه طلحه به عثمان توهین بکنه. زمان زنده بودنشا میشه سوپا میشد میشورون مردم، تا جایی که روزی رفت در بصره علیه امیرالمومنین در جنگ جمل سپاه جمع بکنه، بعد همین طلحه شد خونخواه عثمان. این از نکات عجیب تاریخه، یعنی حداقل دو نفر نباید در مورد خون عثمان حرف می‌زدن، یکی طلحه بوده که دیگه هم جناب عایشه، چون اینها در توهین به جناب عثمان پرچمداری می‌کردن، علمداری می‌کردن. یه پیرمردی بود در ظاهرا مدینه به اسم نعفل، یه پیرمرد پیر یهودی بود، شده بود فوش، می‌خواستم یکی فوش بدم، گفتم نعفل این نداشتیم که همسر پیامبر جناب عایشه بشین و پاش جای نگه این نعفل به عثمان. زمانی که طلحه رفت در بصره سپاه جمع بکنه علیه امیرالمومنین به خونخواهی عثمان که علی عثمان رو کشته، یه نفر بلند شد و خجالت بکشت، تا چند ماه پیش بود اومده همینجا سخنرانی کردی علیه عثمان، حالا اومدی تو شدی خونخواه عثمان، لاغر تو یکی حرف نزن. اساسا من یه چیزی به شما بگم، یکی از دلایل، اینا نکات ظریف تاریخیه که بیان نشده ها، بیان نشده، کار نشده متاسفانه، اینا تک تکش باید پایان نامه دانشگاهی حوزوی بشه، تز دکترا بشه روش کنم. در داور من به شما بگم، ما چند سالی نخواهد گذشت، به چشم جلو چشم دارم میبینم، همین الانش شده، اینکه شما راجع به اهل بیت و تاریخ صدر اسلام میخوای مطلب تحقیقی بنویسی یا کتابی بنویسی، از تو قبول نخواهم کرد الا اینکه رفرنس بدی به فلان فرد خارجی، دارن از ما میزنن جلو. مراکز شیعه شناسی، اسلام شناسی در اروپا، امریکا، در غرب، در اسرائیل، در حیفا، از ما زدن جلو. قوی ترین مقاله در مورد شمر رو غربی ها نوشتن، یک فرد اسپانیایی است نوشته، قوی ترین مقاله، یعنی طرف تخصص شمر شناسیه. روزی برسه که تو بخوای در مورد امیرالمومنین یک بحث تحقیق انجام بدی، اون استاد دانشگاه رد بکنه، تز شما رو قبول نکنن، بگن چی؟ بگن آقا شما پاینامه شما قبول نکنن، بگن شما نظرات آقایان غربی و صهیونیست رو در مورد امیرالمومنین نیاوردی. این هم از کمکاری ما هاست. امیرالمومنین نه در دنیا، نه در میان مسلمان، در میان شیعیان مظلومه. ما چیکار کنیم؟ چی میدونیم از امیرالمومنین؟ یکی از اصلی ترین دلایلی که امیرالمومنین خلافت رو بعد از عثمان قبول میکنه، خطر این بوده که خلافت بیفته دست طلحه. میدونست امیرالمومنین بیفته دست طلحه، فردا معاویه با طلحه خواهد جنگید، چون معاویه کت خلافت رو دوخته بود و طلحه آدمی نیست جلوی
معاویه بتونه دووم بیاره. امیرالمومنین جنگ جمل رو به سرعت جمعش میکنه، اما جنگ صفین با معاویه، یعنی جنگ با طلحه و زبیر و جناب عایشه، به سرعت جمع میشه. حتی میشه بگی در این چند ساعت، اینطور به شما بگم، اما جنگ صفین 17-18 ماه طول میکشه. جنگ با معاویه، امیرالمومنین میدونه جز خودش کسی نمیتونه این معاویه رو مهارش بکنه. کار نشده. این فضایی که امیرالمومنین تو اونجا زندگی میکرد و باید کار بشه. اصلا ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم وقتی ما فضای تاریخی اون موقع رو نمیشناسیم، مردم اون موقع رو نمیشناسیم؟ من به این بچه های خوزستان ما رو دعوت میکنن، بچه های عرب خوزستان، میگم خدا شاهده موقع که من با شماها آشنا شدم، این ساختار عشیره‌ای شما رو دیدم، از موقع که راه کربلا باز شده با این عراقی‌ها دم خور شدیم، ما ساختار زندگی عشیره‌ای و عربی رو دارم متوجه میشم، من ممنون شما. میگفت چرا؟ میگفتم تازه الان دارم میفهمم یه سری از این بحثا که صدر اسلام شده یعنی چی. تو قبل این درک نداشتم. بنده امسال فاطمی کل بحثم راجع به چی بود؟ شب اول و دوم بحث بنده راجع به این بود که ازدواج در صدر اسلام در میان اعراب چه شکلی بوده. برای اینکه من شما هیچ درکی نداریم که چجوری نازن میگرفتن. هیچی. بعد تو اون فضا که برای جا افتاد، دو جلسه من بعد سخنرانی کنم بگم ازدواج این بود، بعد بفهمی خبر ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا میشه بمب اتم. چقدر مهمه. یعنی در بین اون فضا بیای بگی که تمام شیوخ عشیره بیان ازدواج به خواستگاری حضرت زهرا، بعد شما قبول نکنی. وقتی میگن قبول، چرا قبول نمی‌کنی؟ با چقدر کار عجیبی یا رسول الله، یعنی چه قبول نمی‌کنی؟ ایشون پاسخ بده این یه مورد ازدواج با تمام ازدواج کل سنت ما فرق می‌کنه. میگه چرا؟ میگه این یکی رو دوماد و قرار خدا تعیین بکنه. همین الان من دارم توضیح میدم، اون کسی که اون سخنرانی گوش نکرده متوجه نمیشن چی میگم. طبیعیه. بعد تو اون فضا ببینید چی شد. چی میشه امیرالمومنین مثلا محمد ابن ابی بکر رو میفرسته برای مصر؟ چرا امیرالمومنین میگه عین عمار؟ حالا یه چیزی میگه. نقش عمار چیه؟ این همه شما صحابی داشتی، چرا سه نفر اسپردی؟ چرا اونای دیگر رو نگفتی؟ برگردیم به اون بحث. امروز میخوام بیشتر از فضایل در واقع امیرالمومنین بگم. یه خورداش هم طبعا مظلومیت های ایشونه دیگه، نمیشه هر جا سفیدی رو داری خوب نقش میبنده، سیاهی هم خوب دیده میشه دیگه. آقا ما نه قلات به کنار، آقا فرمودن اون مسیحیه و اون جور جرداب و کیو کیو. آقا پاپ زمان، حالا هزار سال چقدر چند سال پیش بوده، پاپ وقت، الان میگه پاپ بندیکت 16 هم نمیدونم چندم فلان پاپ جا. پاپ وقت در مورد امیرالمومنین شعر داره. هیچ کاری انجام ندادیم. نوه سندی ابن شاهاک، سندی ابن شاهاک قاتل آقا موسی بن جعفره، نوش یک شعر اساسی جاندار در مورد امیرالمومنین داره. هیچ کی نشه مثلا کاری نکنیم. امیرالمومنین تو شیعیان مظلوم. الله قبری شما الان همین ذریع امیرالمومنین رو برید نگاه بکنید، این ذریع قدیمیه، به قول عرب ساختم، از ذریع ما نیست. ما ذریعی که ما میسازیم همچین ریز و ظریف و این ذریعی که اونا خودشون ساختم چی درشته، این دونه های انگور رو روش میبینید و فلان. برید گوش اشعاری که در ذریع امیرالمومنین استفاده شده، خوبه بدونید بخش قابل توجهش مال یه سنیه. میرن زیارت هم نمیدونن. نه اینکه پارتی بازی کردن، علما نشستن تمام اشعار رو بررسی کردن، دیدن از اینها شعری بهتر نیست. قصیده عینیه، قصیده ششم ابن عبدالحدید دیگه آوردن در ذریح کار کردن. اشعار عجیب غریب. خدا شاهده همین حرفا رو ما بزنیم فردا میگن شما مشرکید. بل انت فی یوم القیامت حاکم للعالمین و شافع و مشفع. میگه اصلا حاکم روز قیامت تویی. اونجا آقا این حرف میدونی یعنی چی؟ و مالک یوم الدین چیه؟ اینا همین الان به اینا بگید دادشون در میاد، آی شما اونا مشتکید فلان. میگه نه خیر آقا جان، حاکم روز قیامت توی علی.
همه چی دست توه، شفاعت دست توه. و الیه فی یوم الحساب، فی یوم المعاد حسابنا، حساب ما روز معاد دست علیه. این یه سنی داره میگه، من که نمیگم که. یعنی فکر نکن برای ابن ابی الحدید پارتی بازی کردن، نه خیر، دیدن شعر شعر جونداریه. و اینا این که حساب دست شماست، اینو ما که میفهم، ما که زیارت جامعه کبیر خون هستیم که میفهمیم که. من تو زیارت جامعه کبیره نمیگه آقا حساب خلق دست شماست، اینا یه سنی داره میگه. بعد ابن ابی الحدید این اشعار رو فکر میکنی تو چند سال مثلا پیریش گفته، وقتی بررسی میکنی اینطور برداشت میشه تو 30 سالگیش و 30-40 سالگیش اینا رو گفته. یه خطبه، یکی از خطبه های امیرالمومنین، یکی از جملهش در مورد جملات حضرت در مورد مرگ میرسه، میگه 50 ساله دارم این جمله رو میخونم، بعد خدا رو شاهد میگیره با چه قسمایی که من هر بار دارم اینو میخونم داره تنم میلرزه. اون اثری که مرگ رو باید احساس کنم من میفهمم. فکری چی شد عزیز من؟ این آقایان، این غاصبان نشستن آدم گذاشتن گفتن علی و لعن بشه. این حرفا، این اشعار از تو فضای به شدت کانالیزه شده رسانه‌ای خلفای اولیه و بعد بنی امیه و بعد بنی عباس زده بیرون. از فضای بیرون اومده که 70,000 منبر امیرالمومنین رو لعن کردن. طرف لعن به امیرالمومنین تو نمازش فراموش کرد، به کفاره این کار یه مسجد ساخت، اسمش گذاشت مسجد ذکر، که هنوز ذکر اساسی که زبانم لال توهین و علی ابن ابی طالب بوده من فراموش کردم، عوضش این مسجد رو بسازم. یعنی رسانه، یعنی همه چی دست اونا بود، چیز دیگه وجود نداشت. الان دیدید اگه بخوان اراده بکنن که چی خراب کنن چجوری خراب میکنن؟ صبح و شب رسانه هاشون میزنن، اصلا یه کاری میکنن که دیگه خود من و شما باورمون میشه. تو اون فضا امیرالمومنین هیچ رسانه‌ای نداره، اهل بیت هیچ رسانه‌ای ندارن، تو اون فضا امیرالمومنین مناقبش اینجوری مونده. ببین چقدرش حذف کردن این بیشرف ها، قل و غم میکردن، سانسورچی های حرفه‌ای. یک جایی مثلا در میره از دستشون پدر سوخته، مثلا اون عمامه پیامبر، عمامه مشکی که پیامبر سرش میگذاشت اسمش صحاب بود، پیامبر تو کارهای بسیار مهمش این رو میگذاشت. در فتح مکه این عمامه رو سر گذاشت. در روز قدیر ما داریم میگن پیامبر یا این رو به سر امیرالمومنین گذاشت، یا حتی از برخی از نقلها این در میاد که به سرش بست این رو. یعنی اون زمان که دست امیرالمومنین بالا برد، یا بگیم پای امیرالمومنین از زمین کنده شد اینطور دست امیرالمومنین برد بالا، اون عمامه رو مردم دیدن رو سر پیامبر نیست، رو سر علی بسته است. و تا زمانی که رسول الله زنده بود این عمامه رو سر امیرالمومنین بود، بعدش دیگه پیامبر نبست عمامه رو، گفت رو سر تو علی باید باشه. بینا بفهم، یعنی میخوام بگم اون با تعبیر چی باید میگفت. یه روز من به برادران اهل سنت گفتم شما چه عبارتی میخواید که پیامبر در مورد علی گفته باشه؟ بگه امام بعد من براتون بیارم، بگه خلیفه بعد من، بگه امیر بعد من، ازدواج عجیب غریب، برای مباهله بردن، کارگشای پیامبر تو جنگ، چی کار باید رسول الله میکرد که متوجه بشیم علی متفاوته؟ چی کار باید میکرد؟ اومدن اینو کلن حذف کردن که پیامبر این عمامه رو بر سرش گذاشت. یه جاهای درز میکنن، خرابکاری که میکنن، این پاکونای بود قدیما، جوهر پاکون بود، آره خرابکاری که میکردی پاک میکردی، معلم میگه چه خرابکاری کردی آ چی بودن منو. بعضی اینا انقدرم زبرودون، مخصوصا بخش آبیش که جوهر پاکون پاره میکرد سفر رو، صفحه پاره شده. چجوری بعدی هاشون اومدن نوشتن که آره علی
اینا اوایل صدر اسلام در مورد علی دچار غلوف شده بودن. چرا؟ میگه میگفتن علی وقتی میاد رو ابرا میاد. این پروفسورا نفهمیدن که این صحاب به معنی ابر نیست، اینجا به معنی چیه؟ اون عمامه پیامبره. بعد نمیگه علی الصحاب، میگه فی الصحاب. علی میگه تو این فی و علش هم متوجه نشدن. کار کردن بعد از کلی سانسور امیرالمومنین اینجوری مونده دست منشون. چی فکر میکنی؟ آمدن وقت گذاشتن توی روایت ها اگه یه جا نوشته بود قال علی، اومدن قیو کردن به بشه بال علی، یعنی ادرار کرد علی. حدیث منزلت که ای علی تو برای من مثل هارونی برای موسی، فقط و فقط دو تا فرق داری، لا نبی بعدی، یک تو پیغمبر نیستی، دو تو بعد من هستی. چون میگه لا نبی بعدی، یعنی تو علی بعد من هستی چون هارون زودتر از حضرت موسی از دنیا رفت. بقیه چیزا خود هارونی، برو ببین چه نسبتی برای هارون داشت، برای موسی داشت، جانشین او بود وقتی موسی رفت، وقتی دی سام گوساله علم کردن، سامری دی رو جمع کرد، معتکف شدن. باشه شما فکر میکنید چی شده حضرت زهرا به کسانی که قصد میکنه خلافت امیرالمومنین رو میفرماد تو سامری این امتی که این اجل خودت رو علم کردی، این وسط دورش جمع شدی، معتکف کردی مردم رو دور این آدم. خب این آیات قرآن رو بفهم. اومدن یه حدیث منزلت یه جز متواتراست، نمیشه کارش کرد، اما با همون هم آروم نشستن. اومدن هارون رو کردن قارون. حالا قارون یه شخصیت بدیه در داستان حضرت موسی، اون فرد مفسد اقتصادیه. گفتن نه، اگه من موسی باشم تو قارون مایی، که داد خود اهل سنت در اومد بابا حیا کنید دیگه، شما چیکار دارید میکنید؟ از بین این همه سانسورها و تخریبها، مواردی هست مثلا نمیتونم براتون اشاره میکنم، شرابخواری برای امیرالمومنین نقل کردن برای اینکه علی رو خراب کنن، دزدی و سرقت برای امیرالمومنین نقل کردن. ابن تیمیه مینویسه آره اگه حمله هم شده باشه به خونه فاطمه خوب کاری کردن، به خاطر اینکه پول بیت المال رو علی و فاطمه برده بودن تو خونهشون قایم کرده بودن، اینا که حمله کردن پشت در خونه حضرت زهرا رفتن اون پولا رو بردارن. یعنی قربون شکلت برم، تو صحیح بخاری میگه سیدت نساء اهل الجنه، بعد به سیده نساء اهل جنت نسبت دزدی میدی؟ میفهمی داری چی کار میکنی؟ از لای این همه علی بلد نبوده قرآن بخونه، حفظ که نبوده هیچی، بلد نبوده قرآن بخونه، اینا رو بردن. ابو سعید خدری میگه داشتم میرفتم دیدم چند تا 50 سال بعد از امیرالمومنین دیگه مثلا انقدر گذشت 50-60 سال، میدیدم چند تا جوون نشستن، خیلی عجیبه، نشستن دارن چای میخورن مثلا یه چیز دارن میخورن، فوش میدن به علی. اینا آثار اون جو رسانه وحشتناک، توهین های بدبد میکنم به امیرالمومنین. میگه من دیدم هیچی نمیتونم بگم، یعنی اینقدر فضا سنگین بود، یعنی اگر دفاع میکردی پوستت کنده بود، فضا سنگین شد. ابن سکیت میگه من جلو متوکل گفتم من امام حسن و امام حسین و یعنی بچه های علی رو از دو تا پسر تو بیشتر دوست دارم. بالاخره نوای پیغمبر بودن، سید شباب اهل جنه بودن، اینکه دیگه حدیث اهل سنتی که دستور دادن ابن سکیت و زبونش رو از پشت سرش از کنار فقراتش بیرون کشیدن، زنده زنده. جرأت داشته از علی میگه هر چی گفتم بگم بهش بگم بابا علی اگه شمشیر علی نمی بود اسلام نمی بود، دیدم اینو میگن اگه اصلا میگه مونده بود چی بگن. میگه برگشتم گفتم الیس نهانا رسول الله عن سب الاموات، که آیا پیامبر ما رو نهی نکرده که پشت سر مرده ها حرف فوش ندیم؟ یعنی دقت کنید، با اینش کار ندارم، این فضای فرهنگی رو استنتاج کنید. یعنی تنها دلیلی که این بنده خدا میتونسته بیاره که چی؟ و علی ابن ابی طالب شما فوش ندی توهین نکنی چی بوده؟ ولش کن مردن، پشت سر مرده پیغمبر گفته حرف نزنید، فوش ندید پشت سر مرده. حالا این فرد چه علی چه نعوذ بالله عمرو بن عبدود، حالا عمرو بن عبدود مشرک بود ولش کن، حالا
ابو جهل مشرک بوده، کافر بوده، ولش کن، رو فوش ندیم که تموم شده. میگه من دیدم تنها راه همینه. نشستیم برای خودمون جشن میگیریم، ما بی عرضه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون، و به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ من مخالفش نیستم این صله ارحام، این خونه ها رو تمیز کردن، این اینا رو ما که حالیمونه، اما میخوام بگم خب که چی مثلا الله مثلا یه صدای همه منتظر دیدی یه توپی میخواد در بشه، دیدی همه بشینید حتما بعد اول سفره باش، بعد یه دریبری هایم درست کن، هر کاری انجام بدی تا آخر سال همون کارو میکنی، یارو مثلا تو مسترا گیر کرده لابو تا آخر سال میخواد بره مسترا، آبشینید چی همه منتظر، نفسا در سینه حبس، میخواد دوم سال 1390 زهر مار. اما من براتون چندین روایت بیارم که امام رضا فرمود که روز قدیر خونهاتون رو تمیز کنید، روز قدیر لباس قشنگتون رو تنتون کنید، روز قدیر تو خیابون دارید راه میرید لبخند بزنید بگن امروز متفاوته. یعنی اصل عید ما عید قدیر بود، شهر رو بریزید به هم، نور افشانیاتون رو بذارید برای قدیر. 13 روز اینجا تعطیل میکنم، اونجا یه روز حالا کشتن خودشون، اونم اگه علی مطهری ورده باز تعطیلش بر نداره، آخه دور افتاده داره تعطیلی که برای اهل بیت داره جمع میکنه. آغاز ولایت امام زمان عجل الله امام حی حاضر رو تعطیل رسمی اعلام کرد، مجلسشون نامه نگاری کرده که از سال دیگه نباشه، پیگیره. نه که همه کاراتون 365 روز سال همه تون سر کارید، بعد چقدر این ضریب کاریتون بالاست، از 8 ساعت 9 ساعت شما دارید کار میکنید، ژاپنیا رو کردید تو قوطی، آلمانیا رو شستید انداختید رو بند، همین یه روز پنج شنبه ها یهوی توی تصمیم مدرسه ها تعطیل، 52 تا پنج شنبه تو سال. اونا ایرادی نداشت، اما یه روز آغاز ولایت امام زمان عجل الله ایراد داشت. نه قدیر میگه باید متفاوت باشه، میگه دار و ندارتون از امیرالمومنین. بابا من میخوام به شما بگم شیخ مفید در زمان شیخ مفید فکر میکنه تو یه روز، ببین عزیز من، تو یک روز، تو روز قدیر در عراق 17,000 نفر رو سر بریدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شیعیان قدیر رو جشن گرفتن، 17,000 نفر رو سر بریدن. روزی سالی دو بار شیعیان قتل عام می شدن، عاشورا یه قتل عام، قدیر یه قتل عام. شیخ مفید علم برداشت گفت بیاید بیرون لباس نو تنتون کنید، رفت روایتاشو بیرون کشید، گفت قدیر باید ثبت بشه. مگه علامه امینی نمیگه؟ من در قطار نشسته بودم، یکی از همین آقایان عامه جلوی من نشسته بود، گفتش که چی حالا شما مثلا روز قدیر این سر و صدا را چیز روز عاشورا تبل و سنج میارید میزنید و فلان. یه علامه امینی برگشت گفتش که روز قدیر تبل و سنج نیوردیم، شما جلو 100,000 نفر آدم یه اتفاق افتاده بود زدید زیرش، اینا آوردیم تو دایره تنبکش کنیم که دیگه نگید نبود. فردا بگید شما امام حسین اصلا اینا با هم رفیق بودن با یزید، سکسک کرد امام حسین، میگن آه رو بدید بهشون. به 50 سال دیگه برو تاریخو نگاه کن، میگه مردم بودن تو جنوب عربستان، اینا یمنیون دیوونه بودن، با ترقه خودشونو میکشتن. جنگ عربستان علیه یمنیون اینجوری اینا تعریف میکنن. الان مگه نه یارو حیا نمیکنه روشون میشه، میگن نه یزید که کار نداشت با امام حسین، این نامرد ابن زیاد خودسری کرد، خودش نفسن سرزر امام حسینو کشت. بعد کلی منبع تاریخی داری، کلی فحش تو تاریخ به یزید داری از علمای اهل سنت، اینا کجا دلم بذارم؟ امیرالمومنین شروع این ماجراست. اگه علی رو زدن هیچی برات نمیمونه.
فضایل امیرالمومنین بگید، داد بزنید، فریاد بزنید. رسول الله فرمود اگه یکی یه فضیلت علی رو بگه تمام گناهاشو میبخشه. فکر برای چی بود وقتی برای یک چیزی اینجوری جایزه گذاشتن؟ بدونید نبودن اون بسیار خطرناکه. ائمه بزرگوار ما سوال ازشون میپرسیدن، خودشون بلد نبودن جواب بدن، میگفتن بابامون علی این کارو میکرد، هی سورس میدادن به امیرالمومنین. امام صادق از مدینه احضارش میکردن به بغداد، هر دفعه میومد تو راه یه سری میرفت نجف. عمدن میدونید در زمان امام صادق قبر امیرالمومنین مکشوف شد؟ تا زمان امام صادق کسی نمیدونست قبر علی ابن ابی طالب کجاست. میترسیدن اعلام کنن، میرفتن نفش قبر میکردن که جنازه مطهر، پیکر مطهر رو آتیش بدن. هر دفعه سه نفر چهار نفر از صحابه رو میبرد میگفت اینجا قبر بابامون علیه، ای میبردشون نجف، قبر آدم، نوح، علی اینجاست. بعد زیارتنامه یادشون میداد، میگفت خب چجوری حالا زیارت کردی؟ میگفتم السلام علیک مثلا، یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب. میگفت خب این خوبه اما اینجوری بگو. برای همین دیدی امیرالمومنین چند تا زیارتنامه داره؟ خیلی. هر کدوم از این صحابه اومدن اینجوری، مثلا زیارتنامه ششمش که اصلا قوقاه، وقتی میخونی دیوونه میشی. حالا بچه شیعه خبر ندارن، کلا یه امین الله حفظ کرده همه اهل بیت با هم زیارت میکنن. به سختی این اوضاع دست ما رسیده برادر من. شیخ مفید فقط دو تا رساله نوشت، 20 و بالای 20 تا کتابشو فقط در مورد امامت نوشته. دو تا کتاب فقط نوشت معنی ولایه. خواب دید با خلیفه دوم داره بحث میکنه بر سر امیرالمومنین، خوابشو آورد کتاب کرد. خواب دیدم خلیفه دوم داره دفاع میکنه از خلافت خلیفه اول، حلقه رو زدم کنار، رفتم جلو گفتم نه اینطور نیستش، اگه اینو میگید پس این چی؟ پس این آیه قرآن؟ پس این حرف پیغمبر تو کتابه خودتون نوشته؟ بعد بیدار شد اما خوابش رو کتاب کرد. چیزی که جرأت داشت، یعنی علما شیشتون شیعه حواس جمع، 17,000 نفر دارم میگم تو بغداد و تو عراق سر بریدن تو یک روز به خاطر اینکه قدیر سال بعد محکمتر برگزار کرد. در تواریخ نقل شده که تو بغداد تئاتر قدیر برگزار کردن. بس که حجمه بود در مورد امیرالمومنین. همین متوکل ملعون یه عرق میخورد، یه یاروی بود، یکی از القاب امیرالمومنین، خدا لعنت کنه اینا رو، من نمیدونم به چه آتیش اینا میخوان بسوزن. یکی از القاب امیرالمومنین انزع البتینه، انزع یعنی منزوع من الشرك، یعنی بریده از شرک، بطین یعنی بطین من العلم، پر از علم. علی ابن ابی طالب تنها صحابی پیامبره که هیچ وقت رو به سمت هیچ بتی خم نکرده. بقیه صحابه پیغمبر یه بره همشون بت پرست بودن. برای همین صحابه رو میگن رضی الله عنه، یعنی خدا ازشون راضی باشه، به امیرالمومنین که میرسه میگن کرم الله وجهه، این وجه کریمه، این به سمت بت نبوده. اخیراً وهابیا به امیرالمومنین هم میگن رضی الله عنه. میگن چرا؟ میگن همین که ما به علی میگیم کرم الله وجهه، به بقیه داره میفهمونیم که علی فرق داره با بقیه. یا همینا میگیم رضی الله عنه مثل بقیه. خوب عنایت داشته باشی؟ یه صلوات دنت بفهم. حالا ما میه میشینیم واسه خودمونو یه همایش و آخشون میلاد امیرالمومنین و تعطیل و روز پدر و جوراب فروشا و زیرپوش فروشا هم خوشحال روز پدر رسید، آمار فروش ما میره بالا و نمیه برداشتی از میلاد امیر مؤمنان، از کسی که تو خونه کعبه به دنیا آمده. مستدرک حاکم نیشابوری میگه، دقت کنید، میگه این اون بخشی که راجع به اهل بیت جلد 3ش میشه، یا اهل سنت میگن اگه یه چیزی رو حاکم آورد و ذهبی آورد، حاکم نیشابوری و ذهبی، بدونید صحیحه، کأنه تو صحیح بخاریه،
کأنه تو صحیح مسلمه. اینا خیلی حاکم در حدیث به کسی میگن که 100,000 تا حدیث حفظ باشه، حالا تو رو بکشنت 30 تا بیشتر حفظ نمیستی، 100,000 تا حدیث حفظ باشه میگن حاکم در حدیث. حاکم نیشابوری، ولی خیلی هم جالبه شما بگم این خراسان خطه خطه عجیب غریبیه. علت بزرگان اهل سنت همه خراسان اومدن بیرون، بزرگان شیعه هم از همه خراسان اومدن بیرون. حاکم نیشابوری هم اسمش روش دین نیشابوری بوده، مثل مسلم نیشابوری صاحب صحیح مسلم، مثل بخاری صاحب صحیح بخاری، اونم خراسانی بوده. حاکم میگه متواتر این نقلی که میگن علی تو خونه خدا به دنیا اومد. بعد این شبکه‌های وهابی میگه نه آقا به دنیا نیومد. میدونی که از همین رکن یمانی هم ترک خورد. الان هنوز که هنوز بارها بعد اون سالها خونه کعبه خراب شده، به منجنیق بستن، دوباره ساخته شده، میسازنش، دوباره همون تیکه ترک میخوره. فیلماش هست که سیمان میمالن، چسب میمالن، اون یه تیکه رو هی میخوان ترک رو بپوشونن. اخیرا هم که دیدی دیگه زیر کعبه رو زیر رکنم شروع کردن، چند هفته دارن کلن یه تیکه میخوان بتون ریزی بکنن. که اینا فکر میکنم زیر گسل یه چیزیه، دقیقا زیر رکن یمانی اون فشار میره تر، میخوان یه تیکش کنن که دیگه این معجزه آشکار امیرالمومنین رو بپوشونن. احمقا. اینا خدا میمد رو زمین راه میرفت جلو چششون میکشتنش. یه همچین امیرالمومنینی اصلا آقا بیا به کنار، بیا اصلا فضایل امیرالمومنین اصلا آقا این روز قدیر دستو برد بالا، اینجوری فرمود اونجوری فرمود، اینا همه رو بذار کنار. امروز روز قدیر نیست، من میخوام راجع به قدیر صحبت بکنم، من نمیخوام صحبت بکنم، همینا رو بذار کنار. آقا ما بریم تو صحابه پیامبر، همین چیزایی که اصلا شیعه را ماچ کنیم بذاریم کنار، بریم ببینیم چیزایی که نقل شده اگه ما می بودیم کیو انتخاب میکرد. ها بریم بسم الله ببینیم علی رو انتخاب میکردیم یا اون صحابه‌ای که بعداً به حکومت هم رسید. میگفت من آرزوم اینه که یه گوسفندی میبودم بعد منو سر میبردم با اون آبگوش درست میکردم. کیو انتخاب میکردی؟ علی رو انتخاب میکردی که اگه شمشیرش نمیبود، پیامبر به شهادت رسیده بود، فاتح اسلام خونده شده بود، یا اون کسی رو که میگفت من فرار میکردم میرفتم نوک کوه مثل بز کوهی. من هیچ توهین نمی کنم، این عبارت هایی که خود اینها نقل کردن خودشون تو من اینجوری در میرسه ما علمون کن بابا. اما چرا باید فضایل علی رو گفت علیه السلام؟ با این کار دارم یه مثال براتون بزنم. و یه روبی دیگه صحبت کنم بعدش سوالاتتون رو جواب بدم. خوب عنایت داشته باشید. چرا باید گفت؟ اولا اینکه حقه، چرا نباید گفت؟ اونش به کنار. جالب بدونید که یک کاتبی در زمان حضرت عیسی علیه السلام میاد پیشش، یک کاتبی حدیث نقل میکرده تو مذهب خودش، این دو تا رساله میاره خدمت حضرت مسیح، میگه آقا جان این به دست من رسیده، یواشکی هم رسیده، مثلا نسل در نسل رسیده، ما هم قایم کردیم رو نکردیم، این خاخاما ما رو نکشن، خاخاما یهودی. حضرت مسیح خودش یهودیه دیگه، تو دین پیغمبر یهودی هست دیگه، تو بین بنی اسرائیل مبعوث شده. خوبه نه داشته باشی. میگه من اینجوریه، حضرت عیسی علیه السلام میفهمد بخون این دو فصل از کتاب دانیال نبی که حذف شده. کتاب دانیال نبی که از بیشترین حجمه هایی که توزه تحریف یهود انجام داده رو کتاب دانیال نبی انجام داده. حالا من یه روزی راجب ذوالقرنین مفصل صحبت خواهم کرد، راجب کوروش. حالا تو همین سخنرانی قبلی من یه اشاراتی کردم تو اون بحث ذوالقرنین که بحث تفسیری داشتم تو اونجا اشاره کردم، اما نه یه روز راجب خود کوروش صحبت میکنم، براتون صحبت میکنم که یکی از فصل ششم اشتباه نکنم کتاب دانیال نبی یکی از اسما رو جابجا کردن و من اثبات میکنم اسمو جابجا کردن، نه که تحلیل من باشه، تاریخی براتون اثبات میکنم. کتاب دانیال نبی خیلی مهم بود چون حضرت دانیال پیامبری بود که به هخامنشیان مشاوره میداد.
فراموش نکنید بنی اسرائیل بعد از فتنه هایی که کردن در بیت المقدس، بت پرستی هایی که کردن، خدا اینها رو چیکار کرد؟ وعده داد معبدتون نابود میشه. اولین بارش حمله بخت و نصر بود، دومین بارش هم حمله تایتوس رومی بود. گفت دوبار فتنه میکنید، دوبار میخورید زمین. این یک بخش تاریخی داره، یه بحث تأویلی داره. بخش تأویلیش هم دست ماه. اون دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسینه، قتل امیرالمومنین، قتل امام حسینه و ما انتقام خواهیم گرفت. اینو به شما بگم. حالا شاید شب تو این سخنرانی دارم باز تو مشهد اونجا بیشتر اینو باز بکنم. اما اینجا میخوام اینو بگم. اون بخشی که از کتاب دانیل نبی هست، یه بخشش سیاسیه، به خاطر اینکه اینا وجهه دیگه از کوروش جلوه بدن. چون بنده معتقدم کوروش به حضرت دانیال ایمان آورد بعد از آشنایش با حضرت دانیال، به واسطه معجزه‌ای که حضرت دانیال برای او کرد و بهش اثبات شد، ایمان آورد و بعد از اون شدیداً کار کرد. هر چه حضرت دانیال میگفت گوش میکرد. اینا برایشون سخت بود. یه بخش دیگه‌اش اینا رو کار نداره، ایناشون میفهم. جالبتون میگم یه بخشی که حذف کردن من براتون الان میگم، قضاوت بخون که برسید چه ربطی داره به فضایل امیرالمومنین بفهمیم. ما خوب دقت کنید، بخش های مربوط به کتاب، به دو پیامبر بنی اسرائیل به اسم هوشع نبی و حجی نبی رو حذف کردن. هوشع و حجی، اینا که اینا جای دیگه گیرتون نمیاد. خوب دقت کنید، حالا ما پوستمون کنده شد اینا رو درآوردیم، همینجا مف مف نشستید بالا میکشید. خودت شما میخواد این سوالا یکی کن یه جا بیارید اینجا. آره آخر ساعت حدود یه رب دیگه بیارید بیزن. خوبه نه داشته باشید. در اونجا چی رو حذف کردن؟ این که حالا الان حضرت هوشع چه بلای سرش آوردن که بماند، ما به اون دیگه رومون نمیشه بگیم اینجا تو حرم امام رضا. خیلی اوضاع خرابه. اما چی رو حذف کردن؟ داستان اینه، حضرت هوشع و حضرت حجی هر دوتا پیغمبر در زمان هم بودن. حجی نبی ظاهراً سنش بیشتر از حضرت هوشع. حضرت هوشع به کتاب تورات عمل میکرد، تورات اصلی، نه اینکه فاتحشو خوندن. تو همینم الان آیات خوبم مونده، آیات تحریفاتم هست، باید عاقلانه بری شنا کنی اون تو، ببینی کدوم با بقیه کتب الهی با احادیث رو باید جور در بیاری بفهمی درسته، اونم که غلطی بکشی بیرون. اما اینو میخوام بهت میگم، میگه حضرت هوشع معروف بود بخشیدن، خیلی آدم بذولی بود، بذل میکرد میبخشید. میگه یه نفر یه روز حضرت هوشع داشت میرفتید، یه نفر یه اونجا توی مثلا حالا آفتاب نشسته لباس مناسبی تنش نیست، گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت من یه لباس ندارم. همونجا لباس خودشو در آورد، داد یه لباس زیری براش، اون پوست بز. بعد خجالت میکشید اینجوری بین مردم بیاد، رفت خودشو زیر برگای خرما نخل قایم کرد. حضرت حجی منتظرش بود که بیاد، دید نیومد، رفت خودش، گفت نکنه بلای سرش اومده. اومدی زیر درخت خرما، زیر برگای خرما قایم شده. گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفت لباسامو اینجوری شد دادم به نفر. گفت لباساتو چرا بخشیدی؟ گفت کتاب موسی به من گفت ببخش. یعنی به کتاب موسی بخشید، یعنی چه؟ تعالیم حضرت موسی به من یاد میدی اینا رو چیکار کن؟ ببخش به فقیر. خیلی خوشش اومد، بهش پول داد و لباس خرید. بعد میگذره دوباره. چند روز بعد یه تورات داشت. ببین الان من شما میگم یه قرآن داشت، نه تو جیب من یه قرآنه، همینجا اینجا نشستم از یه قرآن به ما هدیه دادن الحمدلله، یه قرآنه، یه قرآنه زیاده بر تو حرم پر قرآنه. نه اون موقعی که یه کتاب روی چی مینوشتن، رو پوست مینوشتن، گیر نمیومد. طرف اون گفت من انقدر دوست دارم یه تورات داشته باشم، توراتشو داد بهش. یکی دیگه باز دیدش هوشع و گفتش که کتاب موسات کو، توراتت کو. گفت کتاب موسی، کتاب موسی رو از من گرفت. اومد پیش حجی نبی گفت این هوشع چیزایی میگه ها، ظاهرا مشاعرش مشکل پیدا کرد. گفت چطور؟ گفت میگه کتاب موسی، کتاب موسی رو ازم گرفت. و حضرت حجی نبی خندید و فهمید یعنی چی. یعنی تعالیم حضرت موسی بهت میگه که اگه نفر قرآن لازم داری بهش بده، میفهمی چی یعنی اون کتاب لازم. یه همچین پیامبرایی بعد از اینا چی ساختن این پدر سوخته. یک روز داشت میرفتید، یه پیرزنی داره گریه میکنه، یه زنی داره گریه میکنه، زن سنداری. گفت مادر چی شده، چرا داری گریه میکنه؟ حضرت هوشع گفتش که پسرمو دزدیدن، گروگان گرفتن، میگن یا پول خونشو میدی یا میکشیمش، یا فدیهشو میدی، پول خونشو میدی یا میکشیمش. اینم هیچ چی پول نداشت، فقیر،
اومد این ور اون ور نگاه کرد و گفت بیا درستش میکنم باد. حضرت هوشه رفتن توی بازار، رحمت خدا بر این پیامبران الهی بود، ببین چیکار کردن با این پیامبران. رفت تو بازار، رفت یه گوشه وایستاد، اومد یه پولی داد به پیر، با این چند نفر صحبت کرد، پولی گرفت اومد داد، گفت شما برو برو بچه تو آزاد کنم. گریه کرد، تشکر کرد، رفت. میرفت چیکار کرده بود؟ رفته بود به اینا گفته بود که آقا شما بنده نمیخواید، برده نمیخواید. اینو گفته بودن چرا؟ گفته بود من خودم چند. خودشو فروخته بود به اونا، پول گرفته بود داده بود به این پیرزن بره بچه‌ش آزاد کن. حضرت حجی نبیلی چند وقتی از هوشه خبری نیست، نگرانش شد این چه بلاست. حضرت جبرئیل نازل شد که آقا این در اورشلیم در فلان بازار داره بردگی میکنه، اونجا چیکار میکنه؟ خبر بشه. حضرت حجی همون شبونه به قولی بخچه‌شو بست و با یه نفر دیگه راه افتاد، رسید اونجا، دید سر بازار یه به قولی ما امروز میگیم یه کامیون بار زدن روش، کلی نون گذاشتن رو دوشش، سبدای بزرگ گذاشتن داره میبره. رسید گریه کرد، اینا رو گذاشت زمین بغلش کرد، گفت اینجا چیکار می‌کنی؟ ماجرا رو تشریح کرد که من یه پیرزن. گفت چرا این کارو کردی؟ گفت کتاب موسی به من گفت این کارو کن. یعنی تعالیم انبیا به من گفت اینجا بخش. گفت پاشو بریم پیش اربابت. این اربابش حجی نبی سندارتر بوده، از این جاها میفهمیم ما. حالا بحث تاریخ ولادتشون اینه که زودتر بدونی اینا هم هستا. یکی از دلایل دیگه می تا حضرت حجی نبی رو دید شناخت صاحبش. خوشحال، پیامبر خدا اومده خونه من، از یه شهر دیگه هم اومده. گفتش که چی شده آقا جان؟ گفتش که این آقایی که داره برای تو بردگی اینجا میکنه، این پیامبر خداست و از من افضله و فضیلتش پیش خدا از من بیشتر. قرآن میگه، میگه ما بعد از انبیا رو بعد از انبیا دیگه چیکار دادیم؟ فضیلت دادیم، برتری دادیم. اونم آزادش میکنه. حالا تو اینجاش گرفتید نقل این داستانا چه مشکلی داشت؟ ها؟ افتخار نباید باشه برای یهود؟ هست یا نیست؟ اینا رو حذف کردن. این کاتب به حضرت عیسی میرسه، میگه این دو فصل حذف شده، این دو فصل از این حرف هست. چرا اینا رو حذف کردن؟ بگید. برای اینکه از فردا هیچ خاخامی نمیتونست هر جور دلش میخواد بچرخه تو خیابون. مردم میرسیدن گفتن تو هم از هوشه نبی یاد بگیر. علی دی حاج چی فرمود؟ فهمیدی مسئولینی که دارن این کارا رو میکنن بیان برن از امیرالمومنین یاد بگیرن. دیدی چی شد؟ فضائل امیرالمومنین گفتن جلو فساد میگیره. فردا مردم برمیگردن میگن آقای مسئول، بله تو حیا نمیکنی، وقت بیت المال رو هدر میدی. در مورد وقت من سخنرانی مدیریت زمانم احتمالاً گوش کردید شما که حالا سخنرانی حقیقی رو شاید پیگیری کرده باشید. اونجا در مورد امیرالمومنین گفتم در مورد وقت چه فرمایشید، اما یک روایت براتون نقل بکنم. میگه امیرالمومنین با قنبر رفتن تو بازار، دوتا لباس خریدن، لباس گرونه رو داد به غلامش، اون لباس ارزونه رو برداشت. آستینا بر حضرت بلند بود. این لباس فروشه گفتش که آقا بده بدیم یه خیاط این سر آستینا رو کوتاه کنه. حضرت دستش تو آستین کشید تو، دقت کنید، کشید تو اون اندازه‌ای که گرفته بود، گذاشت لب میز، شمشیرشو برد بالا، زد روی چوب، این آستین قطع شد. گفت خب اینجوری که سر آستینت ریش ریش میشه، بذار سر آستینو برگردونیم. فرمود الوقت و اضیق، زمان کم داریم، باید به کار حکومت برسیم، وقت نیست برم سر آستینمو برگردونم بدوزم. بعد فلان فلان شده رو بعد از کیش و قشم و شمال و جنوب و شرق و ترکیه و این ور و اون ور جمعشون کنی. گرفتی چی شد؟ فضائل علی گفتن برای یه عده فحشه. داری فضائل امیرالمومنین میگی اما کنه او داره به او یکی فحش میدی. شما مردم مقایسه میکنن. اگر فضائل امیرالمومنین نقل میشد، تک تک آن آقایانی که به حکومت رسیدند زیر نگاه مردم و قضاوت مردم میرفتند، زیر تیغ قضاوت مردم میرفتند. این فضایل امیرالمومنین. یعنی یه آقای ما داریم بعد 1400 سال حرفشو میزنه جلو فسادو میگیره. علی وقت نداره سر آستیناشو کوتاه کنه، با شمشیر سر آستینو میزنه و
بس صبح و شب تو استخر و سنا و جکوزی و کوفت و زهرمارت داره میگذره. راوی نقل میکنه رو دوش پدرم نشسته بودم، علی در مسجد کوفه خطبه میخواند، میگه مسجد پر بود، ما اون ته بابام وایستاد، من رو دوشش بودم ته مسجد، دیدم بالا منبر آستینش گفته اینجوری باد میده. گفتم بابا مگه هوا گرمه چی اینجوری میکنه علی؟ گفت نه پسرم، علی یه پیرهن بیشتر نداره، میشوره همینطور خیستنش میکنه، میاد رو منبر میشینه، هم سخنرانی میکنه هم پیرهنش خوش میکنه. بعد برید گنجه کتاشون و شلواراشون و نمیدونم نه کت شلواریاشون، از آخونداشون هم که عمامه های 20 مدل 30 مدل عبا و قبا هندی و تایلندی و سال حمایت از کالای ایرانی، صفت و صدش از نوک سر فرق سر تا نوک پا خارجیه. آره وقت نیست، وقت نیست، وقت نیست، هم حرفمو میزنم هم لباسمو خوش میکنم. فضایل امیرالمومنین یعنی دیوونت میکنه. بذار کنار اصلا قدیرو، بشین منصفانه کافر باش، یه مریخی باش، از خارج و مثلا یه سیاره دیگه اومدی، بشین قضاوت کن این رفتار رو، ببین نمونهشو گیر میاری. بعد این علی که اینطور میگه وقت کمه، اینطور میگه وقت کمه، دید یه کنیزی داره گریه میکنه، دم غروب شده، حضرت فرمود دخترم برای چی داری گریه میکنی؟ گفت من کنیز فلانی هم، یکی از عربای کوفه. و چرا گریه میکنی؟ گفت آقام به هم پول داده، همون موقعی که لباسو میخره ها، ادامه این داستان ادامه اینه، آستینو قطع میکنه میگه وقت ندارم، میگه آقام بهم پول داد. کنیز میدونی یعنی چی؟ کنیز یعنی اون اسیری که تو جنگ دستگیر شده. بلد نبودم مثل ما سازمان زندان ها اینجور چیزا نداشتن، زندانیا رو تخص میکردن پخش میکردن بین مردم، میگفتن تو بگی نگرش دار، عوض اینه که داری نگر میداری ازش کار بکش. هیچ لزومی هم نداشت طرف مسلمون باشه، بهتون بگم همین چی میگم، کارگر خونش بود، هر جوری هم میخواستن رفتار میکردن. اهل بیت یاد دادن که همینایی که شما میگید زندانیان هم میشه کارگر. امام سجاد زمانی که با کنیزش ازدواج میکنه، کنیزش رو آزاد میکنه به عنوان یک زن هویتدار، باش ازدواج میکنه، خلیفه وقت نامه مینویسه، خلیفه وقت نامه مینویسه به امام سجاد، ببین مثل بمب خبرین ترکیده، تمام رسانه ها گفتن، تمام شبکه‌های ماهواره‌ای که انه او بازتاب دادن چی شده؟ علی ابن حسین با کنیزش آزاد کرده، ازدواج کرده. خلیفه نامه نمیسه، آبروی همه عربا رو بردی، تو زن میخواستی میگفتی خوشگلترین دخترها رو برات از شام میفرستدم، این کارا چیه؟ آره الا بماند دفتر اهل بیت در مقاله که امیر المومنین داره گریه میکنه. کنیز یه چیز دیگه یادم افتاد بگم، کنیز حق نداشت حجاب داشته باشه تو صدر اسلام، حجاب مال زن آزاد بود، زن آزاد حق داشت کاری بکنه که این مرد ازش بهره جنسی ببره یا نبره، آدمه دیگه، آدمه، زن ماده که نیستش که، زن آدم انسان. من دوست دارم شوهرم فقط ازم بهره جنسی ببره، تو حق نداری من نگاه جنسی بکنی. زن آزاد حق داشت خودش بپوشونه. رسید یکی از این کنیزا که دیگه منابع برادران اهل سنت در خونه اون فرد دومی که بعد از جای امیرالمومنین اومد به خلافت رسید، زد اومد دم در، پیغامی از اربابش آورده بود، گفتش که آقا اربابم گفته مثلا اینو به شما بگم یا اینو به شما بدم. گفت حالا اربابت به کنار، کاری که اومدی به کنار، تو چه روسری سرته مثلا؟ گفتم خب حجاب منم به عنوان یه زن دوست دارم حجاب بشه. گفت خیلی غلط کردی، دوست داری حجاب داشته باشی، حجاب مال زن آزاده است، بکن اون لباساتو، شلاقشو برداشت جلو دم در، انقدر زدش تا حجاب از سرش برداشت. منو به برادران اهل سنت نقل کرد. بعد امیرالمومنین میرسه میبینه این کنیز داره گریه میکنه، میگه دخترم چرا داری گریه میکنی؟ میگه من اربابم بهم پول داده بیام یه خرید کنم گم کردم. حضرت میفرماد چقدر بوده؟ میگه انقدر درهم. حضرت بهش میده میگه برو. بازم گریه میکنه، یالا باز دیگه چرا گریه میکنی؟
میگه باشه حالا من میرم اونم میخرم، الان من انقدر دیر کردم چی بگم؟ تیکه تیکم میکنه این منو. حضرت علی که آدره گفتیم آستین چیکار کرد؟ گذاشت لبه میز با شمشیر زد پروند سر آستینو. حضرت میفهم پاشو بریم، با غنبر رو با همین کنیز بلند میشن میرن هلک هلک سمت خونه طرف، صداش میکنه طرف میاد بیرون، امیرالمومنین نمیشناسه. تا کنیزه رو میبینه حمله میکنه بزنش. امیرالمومنین میاد جلوش وای میسته، مشتی که پرت میکنه میخوره به سینه امیرالمومنین، نمیذاره بزنش، میدون جلو میسته. امیرالمومنین راجع به زنها خیلی مراعات میکرد. میگه یه روز، لا اله الا الله، چه روزی چی میخوام بگم، یه روز امیرالمومنین اومد تو دارالحکومه زمانی که خلیفه بود. حضرت فرمود، ظاهرا به عمار میفرمود، میفرمود یه مرده یه داره با یه سر یه زنه داد میزنه، برو بهش بگو سر زن داد نزن، وگه نه علی با ذوالفقارش میاد. یه مرد و یه زنی تو بازار یه خرید و فروشی داشتن، دعواشون شده بود، داشت سر زنه داد میزد، برو بهش بگو که علی با ذوالفقارش میاد، بگو سر زن داد نزن، من علی تحمل ندارم کسی سر زن داد بزن. و چه اتفاقای جلو چشش افتاد. لا اله الا الله. خودشو معرفی کرد و یا بهش گفتن یا این مشتی که زدی تو سینه ستبری زده فهمید. گفتن خلیفه است این آقا، چه جلوت وایستاده شفاعت میکنه برای، حالا آزادش کرد و چه و چه اون زن رو کنیز رو. میروز امیرالمومنین بالای منبر بود، این مظلومیت امیرالمومنین گفتم، ابا عبدالله چقدر شنیده میگه یا حسین مظلوم. علامه امینی رو جلوش کسی جرأت نداشت بگه، میگه از علی مظلوم تر نداری. گفتن چرا؟ حضرت علامه امینی فرمودن رحمت الله علیه، فرمودن که ابا عبدالله تمام مظلومیت های کشید اما یه داغ خدا نذاشت ببینه. گفتن چی؟ گفت تا زنده شو زنده بود به حرمش حمله نکردن، اما مولای ما امیرالمومنین جلو چشش این اتفاقات افتاد. معاویه نامه نوشینه در تاریخ نقش، اگر امیرالمومنین جواب نمیداد این نامه رو خدا شاهده بالا منبر نمیگفتم، خدا شاهده پشت این تریبون مقدس نمیگفتم، چون میدونم امیرالمومنین اینو نقل کرده در تاریخ بمونه. حضرت بعضی نامه ها رو عمدن کتبی جواب میداد در تاریخ بمونه، فردا نگن اینطور نبود. معاویه نامه نوشتش که یا علی خوب به خاطر داری، زبانم لال زبانم لال زبان، تو را همچون شتران که برای داغ کردن میبرند به تناب میکشیدند و میگه 10 تا 20 تا تناب انداخته بودن تو سر و گردن و دستات میکشیدن این ور اون ور، زور زیاد بود اینا رو میکشیدی میبردی، حال یادته؟ امیرالمومنین فرمود خواستی خار کنی اما ستودی، حالیت نبود چیکار که تو باعث شدی این تو تاریخ ثبت شه، از زبان شبهه ها ثبت بشه، فردا نمیتونن بگن نبود. این که کسی مظلوم واقع شود ایراد بر او نیست، بر ظالم است. یه نفر بالا منبر بود، اومد یهویی نشست رو دوتا زانوش وسط سخنرانی امیرالمومنین بالا منبر بود، حضرت اومد داد زد گفت یا علی در حقم ظلم شده. حضرت اینجا نگاش کرد، سخنرانی رو رها کرد، از منبر اومد پایین، رفت جلوش همینجوری رو زانو نشست، شروع کرد گریه کردن، مردم تعجب کردن. اون طرف زد بیخیال شد، گفت یا علی چی شده، من اصلا هیچ بیخیال، من حرفی ندارم. حضرت فرمود همین جوری که تو نشستی داری میگی وای به من ظلم شد، در روز محشر میبینم خودم، من علی اینجوری زانو زدم به بارگاه الهی دارم میگم خدایا رو زمین در حق کسی اینجوری ظلم نشد که در حق من ظلم کردن، حق تو بگیرن جلو چشت ناموس تو بزنن، تو خیابون بری بهت فوش بدن، سلامشون کنی جواب سلامتو ندن. تمام هم مغمشون رو به کار ببرن که تو لعنتای علی رو حسبت کنن و نتونن. این مظلومیت یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی شما. امیر المؤمنین نوره، مگه نور انتها داره؟ تا هرس میتابه، هر که خودش جلوی نور قرار داد، جلوی علی قرار داد، پشت سرش سایه تولید کرد، مردم گفتن تو ظلمت سازی. بعد 1400 سال داره صلح ایجاد میکنه، بعد 1400 سال
همه قیاس میکنن جرجرداگ مسیحی میگه مادر دنیا از زادن همچون علی عقیم شده است. مگه میشه دنیا یه دونه دیگه علی به دنیا بیاره؟ سید و ساجدین از امام صادق پرسیدن تو شما اهل بیت کی از همتون بیشتر به علی شبیهه؟ حضرت فرمود پدر بزرگم زین العابدین، او اشبه الناس، شبیهترین افراد به جدمون علی است. شباهت داشت خیلی، بنده نواز بود، 20,000 خادم و کنیز خرید، تربیتشون کرد، آزادشون کرد از همین زندانیا رو. برای اینکه اینا بتونه آزاد کنی و پول میدادی. میگن حضرت فقیر میدید میبخشید، بعضی موقع دستش تنگ میشد، خود آقای امام سجاد اگر فقیر میدید نداشت یه کمکی بکنه، چنان برش سخت میشد شروع میکرد گریه کردن، اشک ریختن. میگه قایم میکردن ازش که این فقیره یا نه. یه فقیر میدن میگفتن بدید برید یه پولی بهم بدید از این سر روش ببرید الان بر ما شهر درست میکنه، اینجا میشینه شروع میکنه گریه کردن. ازش پرسیدن که آقا شما سید و ساجد، ببین یه لقب این امام سید و ساجدینه، بس که در سجده و گریه بوده. از او در مورد امیرالمومنین پرسیدن، گفت گریه ها و نماز ها و سجده های من کجا و علی کجا؟ او میگه تمام کارهاش به کنار، هر شب 1,000 رکعت نماز خونده میرم. شما میدونید ما کنار تیل عرضی بحث داریم تحت عنوان تیل لسان، یعنی میبینی طرف تو 1 ساعت بیشتر متن. شما تو خواب دیدید؟ تو خواب دیدید مثلا 2 ساعت تو خواب چرخیدی بلند شدی میبینی نیم ساعت خوابیدی؟ ها؟ یه همچین چیزی. امیرم اون مبناست. من چند تا رو باید از اهل سنت براتون نقل بکنم، ماجرا جالب میکنه. با تمام این کارها رو که کردن نتونستن چند تا بحث در فضایل امیرالمومنین قایم بشه، مونده. یکی این که میگه علیون مع الحق و الحق مع علی، این حرف ها به دقت نکردید. ببین من میگم که آقای حسن با حسین خب رفتن، لازمه بگم حسین هم با حسن رفتن دیگه؟ نه دیگه، دو نفر هم دیگه. وقتی میگم حسن با حسین دیگه از آسمون یه نفر سوم که نیومده که. ها؟ بعد این حرف رو کی داره میزنه؟ پیامبر. میگه علی با حق، حقم با علیه، و ادامش جالبتره، یدور و حیثما دار. میگه و البته اشتباه نکن، حق یدور و میچرخه هر جا علی باشه، یعنی حق علی مداره، یعنی علی رو با حق نسنج، اشتباه نکن، حق رو با علی بسنج. بعد مظلومیت این امام اینه که در جنگ صفین همه منتظرن ببینن عمار کی شهید میشه. چرا؟ چون پیامبر فرموده که عمار رو فئه باقیه میکشه، نمیگه یه نفر را، نمیگه ایکس و ایگرگ میکشه، فئه باقیه، یه گروه جریان فکری میکشنش. میگن سپاه معاویه با عمار این ور اون ور میشد. منتظر بودن یه دوستون بغل نشسته بودن خب کی اینو میکشه. زمانی که عمار رو کشتن، امراض دوید داد زد به معاویه که بدبخت شدیم، عمار کشته شد. گو چی شده؟ گو عمار کشته شد. اینجا دو تا نکته هست، یکیشو گفتم یکیشو نگفتم، حالا بهتون میگم. معاویه برگشت گفتش که خب برید شایبان. یه بخشی از سپاهی که خونسا بودن اومدن سمت امیرالمومنین، چون دیدن معاویه اینا کشتنش. بعد معاویه گفت بدوید برید داد بزنید بگید عمار علی کشت. نه چرا؟ گو بگید علی اگه نمی آوردش تو جنگ که کشته نمیشد که. اومدن داد زدن تو جنگ، اینا گفتن دوباره یه گروه از اینا دویدن داد زدن سمت معاویه. بعد امیرالمومنین اومد فرمود آقا چه استدلالی اگه روی این استدلال مبنا باشه که بس حمزه سید و شهدا هم پیغمبر کشته، چون برداشتش برده تو جنگ احد شهید شده لابد کار پیغمبر بوده. باز دوباره اینا میدویدن میومدن اینور. یعنی عمار سرباز امام علی بشه مبنای حق و باطل، خود علی رو فراموش کنه. خیلی سخته ها، راحت داریم می شاه رو ول کنن سراغ یه درمونی. علی مع القرآن و القرآن مع علی و انهما لن یفترقا،
علی با قرآن، قرآن با علیه، قرآن با علیه یعنی چی پس؟ علی با قرآن فهمیدیم، قرآن با علیه یعنی چی؟ حضرت فرمود انت منی یا علی، تو از منی، و این دومیش و انا منک، من از تو، نه من اهل سنتو، من به جوندار اهل سنتو. آقا رسول الله میفرماید خدا به ابراهیم اون سردی و آتش رو داد، خدا به موسی اون شکافته شدن دریا رو داد، خدا به عیسی مرده زنده کردن رو داد، خدا به من علی داد. آیت من علی است، آیت الله، آیت الله است علی ابن ابی طالب. میگه دلیل پیغمبری از من میخواد علی، خدا بهم علی داده. آیه نازل شد به سر این، قال کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، بین من و شما همین کافیه که چی؟ کی شهید؟ کی شاهد باشه؟ خدا. و اینجا شو شو یه نفر دیگه هم هست، و من عنده علم الکتاب، و اون آقایی که علم کتاب دستش نزد اوست. خب من گفتم مشکل صوتی، نه علکی نگفتم، چیزی میدونستم. علم کتاب، ببین در مورد حضرت سلیمان میگه یک فردی کنار حضرت سلیمان بود، اون افریت جنی گفتش که قبل اینکه این جلسه تموم بشه، جاد پاشی، یعنی این جلسه تموم شد نیم ساعت یک ساعت، من تخت 12 تنی بلقیس رو از یمن میارم اورشلیم. فاصله خیلی زیاده، این دریای سرخ پایینش و دریای سرخ بالاش. بعد جالبه میگه یه مردی اونجا بود که علمی از کتاب داشت، به طرفت العینی آورد همون لحظه اونجا. چقدر از کتاب دستش بود؟ علمی از کتاب. این آیه میفرماد چی؟ علم کتاب کلا نزد اوست. یعنی تفاصیل میگه امیرالمومنین. و جالب این آیه کی نازل شده؟ زمانی که امیرالمومنین زیر 25 سالشه. جمع بکنم بحثم با یه آیه از قرآن، و حیفم میاد اینو براتون نخونم، حالا همینطور سرچ کردم تو گوشیم بقولی با تف که سریعتر پیداش بکنم. میفرماد سوره حامیم، ما چند تا سوره داریم که با حامیم شروع میشه، بینا میگن عزمان سوره زخرف، بینا میگن حوامیم، یعنی سوره که با حامیم شروع میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. میفرماد و او تو ام الکتاب پیش ما اسمش چیز دیگه است، ما بهش میگیم علی حکیم. این جزء مواردی که نام امیرالمومنین در قرآن برده شده. دقت فرمودی؟ این نام اینجاها از امام صادق روایت داریم، فقط اینجا هم نیست، ما دو جا اسم امیرالمومنین برده، یکی دیگه هم سوره مریم 50 و شعرا 84 که یه پاسی خدا میده در مورد حضرت ابراهیم، که حضرت ابراهیم درخواستی کرد از خدا که واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، در آخرین یعنی امت آخر الزمان، سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، که برای من یه لسان صدقی قرار بده، بحث ذریه حضرت ابراهیمه. بعد در اون یکی سوره خدا جواب شده و وهبنا لهم من رحمتنا، ما بخشیدیم از رحمتمون بود، و جعلنا لهم لسان صدقن علیا، ما علی رو بهش دادیم، اون لسان صدق زبان راستگویی میخواست، ما بهش دادیم علی رو. اینجا میگه لعلی حکیم. اینو برای اینکه خوب دقت بکنید، تو ندبه بهش اشاره شده دیگه، اینو بذارید کنار سوره نساء 54. میفرماد که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، مردم حسودی میکنن به یه عده دیگه از مردم که چرا خدا فضلش به اونا بیشتر داده، و آتینا، چرا؟ برای اینکه آل کتاب، آل ابراهیم، به آل ابراهیم دارن حسودی میکنن، به بچه های حضرت ابراهیم، چرا؟ الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما، این ستا اشاره داره به آقا رسول الله امیر مؤمنان و آقا صاحب الزمان. الکتاب پیامبر و الحکمه، دیدید میگه لدینا لعلی حکیم،
نزد ما اسمش علی حکیم حکمت دادیم. این یهودی ها این خاخام که میگن یعنی حکیم، حخامه، همین لفظ رو برداشتن برای خاخاماشون، برای عالمای دینیشون استفاده میکنن. ملک عظیمم در راه به همین خاندان خواهم داد. این یک جا. یک جای دیگه هم چون جلسه رو اینجوری گذاشتید در سایه ابو تراب دلم نمیاد، نمیدونم، حالا قبلا هم گفتم سخنی مطمئنن یادم هست، اما دلم نمیاد اینو نگم چون یه جورایی با نام جلسه مرتبطه و بعدش هم سوالای شما بزرگواران رو جواب بدم. در سوره نبأ، ما الحمدلله نبأ و حفظمون تا بذار رو بخونیم چیزی نشه. شروعش میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عم یتسائلون، از چه میپرسن؟ سوال چیه؟ عن النبأ العظیم، از اون خبر بزرگ. این خبر بزرگ یعنی حضرت علی. شما دیدی خطاب به امام زمان میگی یبن النبأ العظیم، سلام بر توی پسر نبأ عظیم. خبر بزرگ هستی تو بودی، خبر بزرگ تو بودی که تو قدیر وقت عرضه شدی دنیا رو ریخ به هم. اینجا رو داشته باش. میگم بعد میگه الذی هم فیه مختلفون، در مورد همین نبأ عظیم، در مورد علی خوب دقت کنید، به اختلاف افتادن بعدش. مختلفون کلا سیعلمون، به زودی میفهمن. یه دقت کنید، یه سع داریم ما تو عربی، یه سوفه. سع یعنی چی؟ آینده نزدیک. سوفه یعنی آینده دور. میگه به زودی میفهمید، وقتی میگه سوفه یعنی سالها میگذره، نسلها میگذره، یا مراد تو قیامت میفهمید. اما وقتی میفرما س یعنی به زودی میفهمی، این معنیش میشه س و مفسرین مرگ در نظر میگیرن. جایی که گفته سوفا میگن خب این در مورد قیامته، اما اونجا که گفته س یعنی چی؟ مرگ. تا حالا 50 سال به زودی میفهمی، نمیدونی که مثلا 5000 سال بگذره دیگه تا قیامت بشه، 10000 سال، ما چه میدونیم مونده چقدرش مونده. ثم کلا سیعلمون، آره میفهمید، بازم میفهمید، صبر کنید. این اینجا نگه دارید، وسط سوره رو کار ندارم، انتهاش که میرسید خیلی آیه زیباییه. میفرماد انا انذرناکم عذابا قریبا، من شما رو انذار میدم از یه عذاب نزدیک. اینجا باز از نزدیک چیز رو حس میکنیم که عذاب لحظه مرگه، یعنی عذابی که بلافاصله بعد از مرگ شروع میشه، نه عذاب قیامت. دقت بکنید، عذاب لحظه مرگ میخواد بری تو برزخ، اون یه جهنم برزخی داره اون آدمی که بد باشه. که یوم ینظر المرء، روزی که انسان میبیند، فعل مضارع استفاده کرده، ما قدمت یده، دقت کنید، اون چیزی رو که از پیش فرستاده. ما چند نوع اعمال داریم، من اینجا بحثم اینه که قطعا لحظه مرگو داره میگه، این قیامت نیست. چرا الان بحثم میکنم؟ یکی اون قریبا رو میگید، اما شما یا بحث دیگه دارید، آقا ما جای دیگه هم قریبا استفاده شده، اما برای قیامت، اما اینجا اینو حلش میکنه. ما دو نوع اعمال داریم، خوب میخوام دقت کنید، یه اعمال ما تقدم داریم از قبل میفرستیم، همین کاری که داریم میکنیم، لحظه مرگمون تا حالا هر کاری کردیم حساب میشه دیگه، اینکه کاری نداری. بر مبنای اینا یا ما میریم بهشت برزخی یا جهنم برزخی. اما یه سری اعمال داریم کاشتیم بعدن درختش در میاد. آبروی یه نفر رو بردی، هنو گندش در نیومده، گندش که در میاد همینجوری برات عذاب میاد. یه حرف بی ربطی زدی، یه کتاب خوب نوشتی، برات ثواب میاد. یه آب سرد کن ساختی، یه جای گوشه گرمایداری گذاشتی، یه هوا گرم مردان، یه خدا پدرشو بیامرزه، خدا بیامرزتش، ها هی برات ثواب جمع میشه، درست شد. یه مالیو قصف کردی، همجوری داره برات فوش میاد. حالا خودت میدونی دیگه، حالا خوب یا بد. اینا اعمال متأخره، دقت کن تو این آیه اعمال متأخر ما رو نمیاره. ما جدی میگه به مقدم و آثارهم، یه متقدم داریم یه آثار، متأخر بعدن میاد. اینجا اشاره بر اینه که فقط ما تقدم اون روز میبینی، فلزا میفهمیم این لحظه چیه؟ مرگه. چون اعمال ما با اعمال ما تقدم میریم تو بهش یا جهنم برزخی تا روز قیامت. روز قیامت اعمال ما تأخر ما هم کامل میشه، پرونده اونم بسته میشه، هر دوتاش ما هم حساب میشه، یا بهش یا جهنم. این فقط اعمال ما تقدم، پس قطعا این لحظه مرگه. میگه ما قدمت یده و یقول الکافر، اون لحظه کافر میگه یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش خاک میبودم. چی میبینه؟ چه بلایی سرش میاد؟ چه عذابی نمیگه؟ کاش خاک. ما اینجا سوال مرزی میشنه، میگه یا لیتنی کنتو حجرا، چه سنگ نمیبودم، ای کاش. ما داریم دیگه، میگه که وقودها الناس والحجاره، آتیش جهنم آدم و سنگ. چرا نمیگه کاش سنگ میبودم؟ میگه کاش خاک میبودم.
خوب دقت بکنید، اینو بذارید کنار، دو تا روایت دیگه خودتون کشف میکنید. روایت آقا رسول الله میفرمه انا و علی ابا با هذه الامه، من و علی باباهای این امتی، پدر حقیقی اوست. این که ما بچه داشته باشه مهمه، نسل داریم، اما از اون مهمتر میدونید چیه؟ نسل فکری که از شما بارونه. آقا ما من سید نیستم، اما هرچی دارم نماز میخونم یه ثواب بر رسول الله مینویسم، اون مسلمان کردم. آیه داریم در قرآن خطاب به حضرت ابراهیم فرمود یا ابراهیم اینایی که تو رو قبول دارن ذریتن، نسلتن. و از اون طرف به حضرت نوح میگه این پسر خوده که تو رو قبول نداره، لیس من اهلک، اون از تو نیست، چون نو بچه نیست. پس این ژنتیک و اصالت اینجوری براش قبل بازنش فکر، فرزند فکری شما. شما میتونی یه نفر رو هدایت بکنی، او بعدا زاد و ولد بکنه، هر چی آدم خوب بکنه، نماز بخونه، برای تو هم مینویسن. یار دقت بکنید، همینجا یه نکته داریم، میگه انا و علی ابا و هازل امه، باباتون مایی. این یه روایت، روایت دوم، امیر مومنان میفرماد من یموت یرنی، هر کی میمیره من علی رو میبینم، هر کی. این من یموت عامه، خاصش نکره، حصر نداده که بگه فقط اینا منو میبینن. میگه هر کی منو میبینه میمیره منو میبینه. اینجا رو دقت کنید، لحظه مرگم از اون طرف میبینه، اون فرد که میمیره یه چیزی میبینه، میگه ای کاش خاک میبودم، تراب میبودم. میدونی چرا؟ چون حال کسایی رو میبینه که باباشون ابو ترابه. فهمید چی شد؟ تو میبینه حال اون کسایی که باباشون ابو ترابه چقدر خوبه، عرضه میداره ای کاش منم تراب میبودم که او ابو تراب باشه. این خودم فکر نکنید اینو میسازم تو جیبم در میارم، اینا روایت از علی ابن ابراهیم نقل شده، ترابیان او علویان، یعنی ای کاش منم پیرو علی ابن ابی طالب میبودم، کنتو شیعه، شیعه میبودم، و چه و چه و چه. روایت زیاد داریم. مبنای حق است، میزان است، و وظیفه داریم از این حق مسلم و مسجل دفاع بکنیم با رعایت احترام، توهین نکنیم. الان بنده پاسخ دادم به چند تا شبه تو همین صحبت، به کسایی که جلو امیرالمومنین ایستاده بودن پاسخشون رو دادم، قاطعم پاسخ دادم، هیچ توهین نکردم. یه الفاظی مثل جناب، چه لفظ احترام هم استفاده کردم. ما برادران اهل سنتمون دوستشون داریم، ارادت بهشون داریم، اما چون برادر میدونیمشون بهشون میگیم یه وقت نشه دستت از دامان علی کوتاه باشه و سر به زمین بگذاری، مباشه مصداق این آیه آخر قرآن بشی بگی یا لیتنی کنت ترابا. این دوست داشتن یعنی چی؟ یعنی دست برادرتو بگیری دیگه. علامه امینی در مورد وحدت میدونی کسا میگه من القدیر رو بر وحدت نوشتم، میدونید که علامه میگه مثلا القدیر رو بر وحدت نوشتم، چه وحدتی از این بیشتر و بزرگتر که من برادر خودم، برادر مسلمانه خودم رو دستشو بگیرم میگم برادرم این علی رو یه وقت در مورد ولایتش به اشتباه بیافتی جات خوب نیستا، حواست جمع باشه. این آیه داره میگه یا قول الکافر، این همه نماز خوندم، بخونی شیطونم نماز خون. آقا معاد قبول دارم، شرمنده، شیطونم معاد قبول داره، شیطون هم خدا رو به یگانگی قبول داره، هم معاد رو قبول داره. شیطون یه ایراد داره، شیطان خلیفت الله رو قبول نداره. خدا گفت سجده کن، گفت شرک، من به غیر تو به کسی که شرک کنه سجده نمیکنم. حرف همین وهابیا رو میزده نمیکنین، اینا همین بچه‌هاشن. خدا میگه سجده کن، نه نه خدا جسارتا تو متوجه نیستی چی داری میگی، این شرکه. گفت برو گم شو، خودتو هر کی با توئه، قسم میخورم تو پیروانتون جهنم پر کنم. بسم الله. امام علی علیه السلام عامل به قرآن و به عبارتی قرآن ناطق بود و بر اساس اشداء علی الکفار و رحما بینهم عمل می‌فرمود. دولت مردانی که همه امور را به مذاکره با آمریکا گره زدن چه سنخیت با امیرالمومنین داره؟ ما بزنیم آخر چیز رعایت بشه. خدمت شما عرض بکنم که بله دیگه، سال حمایت از کالای ایرانیه و میخوام بحث عوض کنن اینا. ببینید من حالا یه جوری بذارید اینطور بگم،
امیرالمومنین هم جاذبه داشته هم دافع. امیرالمومنین در مقابل کفار محکم بوده، در مقابل مؤمنین نرم. علی شمشیرش برای کفار، دستان پینه بستش برای دست کشتن رو سر یتیما. پر ارزن از دهن مورچه به زور نمیگیره، اما گردن کشان عربو میکشه پایین. و قاتل ابطالهم و ناوش زوبانهم، گرگاشونو کشید پایین. این آدم معقوله. امیرالمومنین تابع پیامبره. امیرالمومنین پیامبر تو صلح حدیبیه میفرما صلح، میگه چشم. تو احد جنگ، چشم. تو خندق علی برو، چشم. متوجهید؟ هر چیزی سر جای خودش. این که ما کلن جبهه انقلاب رو با جنگ بشناسیم اشتباه. اصلا ما به شما بگم انقلاب دنبال جنگیدن، به من که جنگ درست کردن چیه؟ نیست. انقلاب دنبال این که پیام اهل بیت، نه چیز دیگه، پیام اهل بیت به مردم دنیا برسون. پیام اهل بیت هم با زبون نرم ما میگیم. ما با کسی که با اون کارنشون چه کار نداریم که. حضرت موسی هم بلند شد رفت سراغ فرعون، دیگه فرعون پدر سوخته تر ما داریم تو قرآن، کمتر داریم والله. کمتر کسی داریم بنظر فرعون فوش خورده باشه تو قرآن. حضرت موسی، خداوند متعال به حضرت موسی هارون میفرماد فقول الله قولا لینا، به نرمی صحبت. یه شیعه اهل توهین کردن و فوش دادن اینو نیست. برو استدلال تو بگو. صدور انقلابم هم یعنی همین که امام میگفت. امام گفت برید بگید، بیاد آقا ما از مظلوم دفاع میکن، للمظلوم عونا، ما معاون و آن و یاری دهنده مظلوم. اما این طرف ماجرا، شما برایش میشه در جریان صلح حدیبیه آقا رسول الله میفرما صلح، بریم صحبت بکنیم. کیه گیر داده میگه باید بجنگیم؟ اگه گفتید یکی از همون آقایین که بعدم به خلافت میرسه. اصرار نه، آبروی ما رفت، باعث شمشیر میکشیم. رفیق کارایی هم کرد، بهتون بگم رفیق چوبی هم برداشتین، مشتکین وری هم رفت باشین. اونا حمله کردن در رفت، اونا هم دنبالش اومدن. آقا رسول به امیرالمومنین فرمود برو. حضرت شمشیر هم نداشت، حمله کرد. اینا دیدن علی داره میاد، خلاف کردن در رفتن. یعنی باز امیرالمومنین رفت نجاتش داد. میرفت یعنی یه سیخی میزد ور میرفت جنگ و جدال درست میگه در میرفت خودش. اول وایسا به جنگ میگه. خب خوب دقت بکنید. اما همین امیرالمومنین تو احد، خندق، هنین، خیبر نفر اوله. نفر اول. نمی بود امیرالمومنین، قطعا پیامبر به شهادت رسیده بود. فرمود ضربت علی ابن ابی طالب فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یه شمشیر، یه ضربه علی تو خندق برابر با عبادت جن و انس تا آخر دنیاست. هر چی ما نماز بخونه، همه ما انسانان که مردن، اونایی که خواهند اومد و از جن و انس، علی افضل اون ضربش. اما این به این معنی نیستش که دیگه کلن بری وابدی جلو دشمن. کلن بگی بفرمایید. من از غذا غروب بحثم همینه، راجب اینا میخوام صحبت بکنم. من مرتبط با سیره امیرالمومنین هم میخوام حرفای بزنم. میخوام یه سری راجب خورده بحث حکمیت مطرح کنم که اونجا از غذا به امیرالمومنین حکمیت چی شد؟ مذاکرات به امیرالمومنین تحمیل شد. امیرم گفت ما پیروز جنگیم، کارو تموم کردیم، چیو مذاکره کنم؟ من خلیفه بر حق مردمم الان. در اصل که مذاکره نمیکنم. کدوم آدم عاقلی میاد آقا بیا مذاکره کن تو زنده بمونی یا نه؟ برو، اما حیات حق منه، دفاع حق منه، شماست. بیا مذاکره کن تو موشک داشته باشی یا نه. همین آیه ظریف یه سخنرانی خیلی قشنگی از قضا داشت. اونجا یکی از خبرنگارا پرسید چرا شما انقدر دنبال موشکید؟ نشسته نتونست جواب بده. جایی که این عزیزان خوب دفاع میکنن، من خودم مخلصشونم. من تو بحثای سیاسی نیستش که تن بدم به یه نفر هر چیزی گفت تا آخر عمرش. اگه غلط هم کرد بگم بارک الله به تو، یا یه نفر که مخالف سیاسیش باشم اگه کار درستی بکنه بگم نه نه. من همه میگم بارها گفتم من مخالفین جدیه، برجام به این شکل شدم. با مذاکرات درست مشکلی نداشتم، قبلش هم داشت انجام میشد. به این شکل چیز مخالفین جدی هم، و ازم میگم ترکمنچای گلستان باید برن بوق بزنن. دلیل دارم، به خاطر اینکه واقعا ترکمنچای گلستان خطر امنیتی رو از سر مردم ایران برداشتن. اینا رسیده بودن به تهران دیگه، همینجوری ترکمنچا منطقه نزدیک میانه دیگه، یه شهر، یه روستای شهر بین بخش میگن چی میگن، نزدیک میانه است، 40 50 کیلومتر فاصله شوش. رفتم من اونجا، این قرارداد به اسم اونجا داشتم میرسیدن تهران، گفتن ببین آقا این تیکه از مملکتو میدیم لاقل بقیه مملکت بهمون. گفتم آقا پر راست میگی.
اما میخوام به شما بگم که برجام به هیچ وجه دیسکریتیزاسیون انجام نداد و امنیت برای ما نیاورد. بگی مثلا برای ما اگر نمیگود ما رو میزدن. از قضا من به شما اثبات میکنم بعد از برجام خطر امنیتی و حمله به ایران به شدت بالا رفته. رفته 6600 تا موشک خریده عربستان، موشک دانگفنگ 3 خریده، موشک چند هزار کیلومتریه. کجا رو میخواد بزنه؟ یمن رو میخواد باش بزنه؟ یمن که هواپیماش بلند میشه هر جاشو بخواد میتونه بزنه که. اینا داره برای ما میخره آقایونی که خوابیدن، منتها خیالشون هم راحته. چرا؟ چون اگه جنگ صورت میگرفت و یک کشورهایی که بمب اتم دارن به سمت ما میومدن توجیه داشت که ما اتمی بشیم. شما میگه چرا پاکستان بمب اتم داره؟ میگه چون هند با من جنگ داره، هند بمب اتم داره، منم حقمه داشته باشم. توی کشورهای دنیا یه نفر اگه کشور اتمی باشه یه کشور دیگه تهدید بکنه، اون کشور حق میدن مردم دنیا بهش که بره بمب اتم داشته باشه. الان تو گوگل بعضی مینویسی چرا ایرانی ها، این سوال میاد چرا ایرانی ها نباید بمب اتم داشته باشن؟ مردم دنیا میگه خب اصلا با اون کار ندارن، بحث هسته‌ای و فتوای رهبری و اینا رو کار ندارن، اصلا میگن که چرا ایرانی نباید داشته باشن. ایران مثل بقیه، اسرائیلی که بمب اتم داره داره دائم ایران تهدید میکنه، آمریکا که بمب اتم داره داره ایران تهدید میکنه، این حقش بره داشته باشه. الان کره شمالی نمیبینی دستش بمب اتمش تو جیبش داره کری میخونه برای آمریکا، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اومده همین یارو رهبر کره شمالی خلوچله برداشته بود، آره فکر نکنید نفر چون ضد آمریکا باشه الزاما مثلا از نظر ما خوبه، نه اونم مشکلات خودش داره، دیوونه ای از نظر من. اون روز چی میگه؟ میگه من این دکمه شلی که بمب اتم گذاشتم رو میزم برای آمریکایی‌ها، میگه بعد در طول روزم بعضی بیکار میشم میزم و تمیز میکنم، مواظب باشه وقت قاطی نکنم کتاب متاب چیزی رو این دکمه نذارم. نشسته داره مچلشون کرده، نمیتونم چه غلطی هم نمیتونم بکنم. همین آقای یکی از آقایان پروفسورها مسئولین عالی رتبه مملکت که همه، یعنی یک نفر اینجا نیست نشناسش، ما میگم سطر کیه اینجوری میگم، گفتش که این ناوای آمریکایی داره میره سمت کره شمالی. آره این خوب میشه ها، آمریکا و کره شمالی با هم درگیر بشن مثلا، برای همین نمیتونم اسمشو بیارم. این پروفسور وارسته دانشمند بزرگ، گفتم اما چی میگی؟ آمریکا هر وقت دیدی ناواشو داره از اون منطقه درگیر خارج میکنه، یعنی میخواد بجنگه. نه خوله، ناواشو داره میره که کره شمالی موشک بزنشون. ببین ما با کیا شدیم 80 میلیون؟ و اینا چه مسئولیتایی به ازن دارن؟ اینا چه تصمیماتی برای ما میگیرن؟ پروفسورا میشینن یا 20 دقیقه یه چیزو تصویب میکنن. خوب عنایت داشته باشی؟ اگر شما میگی خطر امنیتی از ما برداشت که جسارتا کاملا اشتباه میفرمایید، از بعد از برجام تهدیدات امنیتی بر ما بسیار جدی شده. والا قبل برجام هیچ کدوم از کشورهای جغله حاشیه خلیج جرئت نمی‌کردن بر ما کری بخونن. امروز از اون از بعد برجام کلا الان ما یه نفر فقط باید بذاریم جواب رئیس پلیس امارات رو بده. فرمانده نیروی هوایی عربستان اومده میگه ما چند ساعته نیروی هوایی ایران از کار میندازیم. خوابید بالای 500 میلیارد دلار رفته خرید نظامی انجام داده. 500 میلیارد دلار میفهمی یعنی چی؟ شده دومی کشور دنیا تو هزینه های نظامی بعد از آمریکا. جمعیتش رو برو ببین چقدر عربستان؟ نه برای کی داره آماده میکنه؟ برای یمن؟ حالت خوشه؟ یمن موشک میخواد؟ همه جاسوسایی که گرفتن برای چی بود؟ اینا به بهانه دوربین کار گذاشتن تو طبیعت میخواستن سیلوهای زیرزمینی شهر موشکی ما رو کش کنن. موشک اونجا برای آزمایش برای هر چیز برای خبر تمرین کن، سیلو رو که نمیشه بدون استفاده بذاری که، بعد باش امتحانش کنی ببینی چی. موشک رو مثلا میگذاشتن یه دوربین کار میذاشتن تو این فاصله، یه دوربین میذاشتن اون طرف، یه دوربین میذاشتن این طرف، این دود موشک رو سه تا دوربین میگرفته فاصله مختصات پیدا میکردن، نسبت تصویر میگرفتن مختصات در میبودن که اگه روزی بخواد جنگ بشه قبلش بزنن. همین کارو یک افسر یهودی، یک یهودی آلمانی
آلمانی اسرائیلی تابعیت دوگانه داشت، رفت نفوذ کرد در ارتش جمال عبدالناصر به بهانه اینکه بخش آلمانی خودش رو کرد، با اینا رفیق شد، تمام انبارای موشکی مصر آمارشو در آورد. زمانی که جنگ با مصر در گرفت، اسرائیل تو همون روز اول تمام موشکای مصر رو زد. موشک می اومد، هواپیما می اومد، صاف زاغه های موشک رو می زد. خلید، حالتون خوشه چه اتفاقی افتاده؟ من یه بند خدای یک زمان یه مسئولیت امنیتی هم داشته، اخیراً یه سری اراجیف داره راجبه نفوذ میگه، یه سری حرفا. اگه ایشون یک بار دیگه این بحثا رو تکرار بکنه، از اونجا که امنیت ملی کشورمونه، من اول ایشون رو دعوت به مناظره میکنم، در درجه دوم اگر ایشون راضی شد بیاد مناظره فبها، اونجا دارم زنده پخش زنده چی براش بگم. خب اگرم راضی نشود، مجبور میشم برای دفاع از خون این شهیدا، از دفاع از امنیت مردم، بحثایی دارم راجع به عملکرد خودش، راجع به عملکرد خودش و فک فامیلاش، پارتی بازیایی که صورت گرفت و چه جوری کسی که چه کارهایی کرده بود و کجا گذاشتنش و با چه پرونده‌هایی و اینا. نکنیم ما اگه سکوت میکنیم به خاطر حفظ وحدت در کشور، حفظ امنیت کشور، امنیت مردمی، هیچ حالمون نیست. بنده چطور بلد بودم برم بگردم این فراماسون‌ها تا صد تا سوراخ بیرون بکشم، نشونه هاش و نماداش و تفکراتشون و عقایدشون رو بیرون بکشم؟ تو ایران کلیسی دیوی چلاخ شدم؟ نه خیر، اینجا بیشترم میدونم، بهترم میدونم، هنوز بعضی از اونام زندن. اون آقایونی که رابطه ارتباط با ساواک داشتن، راست راستن تو مملکت میچرخن، پست گرفتن. منبع کوددار ساواک، منبع کوددار ساواک، منبعی که تو نجف به پای امام خمینی بوده. بعد پاسخگو باشه در مورد شهادت مصطفی خمینی. بحثای مطرحه. اینا عقل دارن دهنشون رو باز کنن چه دلشون خواست بگن. فکر نکنید ما میذاریم دوران رسول الله تکرار بشه که آقا رسول الله فردی رو اخراج کرد از مدینه. آقا رسول الله که اون وحشی که ابو سفیان علمش کرد و هند جگرخور من حضرت حمزه سید الشهدا رو کشت، آقا رسول الله با اون کاری نداشت، اما اینو گفت بندازیدش بیرون، اینو بندازیدش بیرون. بعد از رسول الله در زمان عثمان این حکم گرفت، حکومت گرفت، مسئولیت گرفت، وزیر شد. از این خبرها نیست دا نه، حواسشون باشه، همه چی سر جای خودش. اگر میبینید یک جایی منطق ایجاب میکنه، عقلانیت ایجاب میکنه، هیچ چیزی بالاتر از امنیت نیست. عدالت هم بالاتر از امنیت نیست. امنیت بستر عدالت، یعنی من هر چیزی رو بذارم سر جای خودش. وقتی امنیت نباشه، من چی بذارم سر جای خودش؟ سر جایش میمونه؟ شما تا امنیت نداشته باشی هیچ کاری نمیتونی بکنی. امنیت نباشه عزیزم، حق ناحق میشه، هیچ ایرادی هم میبینی بعضا نداره، مجبور حکومت انجام بده. آقا به ناحق توی خیابون داشتن میرفتن منو با آشوبگرا اشتباه گرفتن، یه باتوم خود کله من شما ببخشید، اینجا مثلا رو پیشونیت نوشته این خوب است اون بد است، چیکار کنه؟ امنیت نباشه همینه، ظالمانه تو هم یه دونه باتوم میخوری، اشتباه هم گریزی نیست، چاره ای هست؟ نه، حواسمون باشه. سیره اهل بیت این نبود به امثال معاویه تن بدن. سیره اهل بیت هرگز این نبوده. علل خصوص اشد الناس بودن اهل بیت در مقابل یهود. یهود به معنی تحریف شدهش. آقا رسول الله برنامه داشت بره بیت المقدس رو فتح کنه. بهتون بگم. تا اینا فهمیدن سریع تو خونه خدا پیغمبر به واسطه دو نفر آدم تو خونه خود پیغمبر رو، فکر نکنید بیرون، سم و خورون نه به پیغمبر به شهادت رسوندنش. که در صحیح بخاری هست که چیکار کنم، میگه تو صحیح بخاریه چیکار کنم، میگه لددنا، دست و پای پیغمبر رو گرفته بودن از گوشه دهانش به زور اون دارو رو ریختیم تو دهان پیامبر، پیامبر بیهوش شد، به هوش اومد، فرمود جز عموم عباس که تو این داستان شما نقشی نداشت، بقیه‌تون از همون داروه بخورید. یعنی چی؟ یعنی سم به من خوروندید دیگه، چه معنی دیگه داره؟
ها؟ چه معنی دیگه داره خودتون از داروه بخورید؟ اما عباس عموم نخوره چون اون خبر نداشتی. شب پیامبر حوث موته و تبوک کرد، رفت به سمت بیت المقدس، آوردن موتور انقلاب پیامبر پایین. امیر المومنین هم هدفش اونجا بود، آقا صاحب الزمان هم هدفش اونجاست، انقلاب اسلامی را هم هدفش هم اونجاست. اونا هم میدونن، شب خواهم گفت، اونا هم خوب میدونن، اونی که موتورشونو میاره پایین ماهی تو پیشگویی‌هاشون دارن. حالا غروبی سیارش اشاره خواهم کرد، پیشگویی‌هاشون ما هم داریم، آخه جالبه. ما هم داریم، اونا هم دارن، چقدر خوب. اصل هدف اونجاست. الان رسیدیم به شامات، امیرالمومنین هم تو شامات. ببینید، یهود هیچ کسی رو به اندازه بنی امیه مناسب برای حکومت بر شامات نمیدونست، چون خیال، ببین یهود تحت سلطه روم باستان بود، دقت کنید، رومی ها مسیحی شده بودن، به یهودی ها سخت میگرفتن، یهود دوست داشت یکی بیاد این رومی ها رو پس بزنه اما یهودیت رو حفظ کنه. متوجه چی شد؟ و بعدن برخی از آقایین این کار رو براش کردن، برخی از آقایین همین کار کردن. وقتی بیت المقدس در زمان فتوحات فتح میشه، چه کسی اولین حاکم بیت المقدسه؟ همینا، بنی امیه. اول داداش معاویه یزید ابن ابی سفیان، بعد خود معاویه. معاویه از اینا زن میگیره، میسونه از همینا است. مادر یزید یک فردیستش که باباش مسیحیه، مادرش یهودیه. خودش وقت عرق میخورد میگفتش که من بر مبنای دین مادرم عرق میخورم، گیر ندید. تحت تربیت داییاش بزرگ شد. یزید یه مشاوری داره به اسم سرجان. سرجان بعد از شهادت ابا عبدالله کربلا درست میکنه. اینا گوش کنید، میره تو اورشلیم، از اسلام برمیگرده، ظاهرا الکی گفته بودن مسلمان شد. یه کتاب مینویسه در مورد اینکه پیغمبر فرق جبرئیل و شیطان رو نمیدونسته. قرآن پیغمبر آیات شیطانی است. آیات شیطانی رو 1000 سال، 1400 سال قبل از سلمان رشدی سرجان نوشته. این مشاوره سرجان مستقیما با ابن زیاد در ارتباط نامنگاری مستقیم میکنه، تو تاریخ اومده. هر چند خواستن نقشش. همین الانم، الان ما رسیدیم به شامات دوباره، میبینید دادشون در اومده اینجا. زمانی که امیرالمومنین رسید به خیمه های شامیان، دور خیمه علی رو شلوغ کردن. الان هم همون سیاسته، الان هم باید دور خیمه علی رو شلوغ کنی که بگه مالک برگرد، برگرد، اگه میخوای علی رو زنده بینی برگرد. بابا مسئولین امنیتیش 3 روز نمیگذره اومده سخنرانی کرده، گفته به زودی با یک بحران سیاسی یا اقتصادی یا سیاسی ایران در مورد منطقه، در منطقه کرنش خواهد کرد. بحران سیاسی اقتصادی یعنی چی؟ یعنی تو ایران یه داستانی درست خواهیم کرد؟ یهو قیمت دلار بره بالا، یهو چند تا بانک ورشکست بشن، ها؟ بعد چی میشه؟ آها، اینجا رو میریزیم به هم، مجبور میشه بگه آقا برگردید، برگردید. ایران هم اونجا نباشه، اونجا 2 روز سقوط کرده. میدونن دارن چیکار میکنن. با یه سوالی میپرسیم، من مجبور میشم جواب بدم، نپرسید دیگه. و اما سوال حمایت از تولید داخلی. ای بابا، اینم که از همون سوالی سیاسیه. چرا در مقابل ظلم مسئولین بر همه، مسئولان دولت که بر همه آشکار شده است، سکوت کرده اید؟ ببین آقا، ما که حرفونو میزنیم، منتها حد و مرز داره، اصولی باید گفتش. یه سری جاها یه مثال برات بگم، دارید همه کار میکنم به سخن غروب هم اینجا بکنم، بگم چون سوالاتون همش تو این زمین است. نه نمیگم که بیاد اونجا. لطفا پیرامون ظهور و علائم و چه کارهایی باید در زمان غیبت انجام دهیم توضیح دهید. وای ربطی به مسئله نداره، میذارمش کنار. سوالا که مرتبط با جلسه باشه اولویت داره برای من. اگه نبود دوباره چش چاونه. حالا این مسئولین که هستن با من میخوام از زمان جنگ بگریم یا بگویم، نمیدونم. هر دو تاشم میشه. چرا آنجا همه بسیج شدن، حتی اون پیرزنی که بله تخم مرغ بر میدون میدان جنگ فرستاد. حالا این مسئولین که مسئول هستن با اون زمان تجربه. ببین الانم یه چیزی به شما میگم، بعضیا با ضد انقلاب فرقشون فقط یک چیزه. ببین چه؟ ضد انقلابا تحت و بالای نظام رو فوش میدن،
اینا رهبری رو میذارن که اینا به بقیه نظام فوش میدن. این فرقشون، یه فرق بیشتر با ضد انقلابن. این نیست، اصلا این نیست. آقای ترامپ اخیراً دوتا سوتی داده ابله، من دیشب دادم بذارم رو کانالم. یعنی اومده یه چیزی بگه، یه جا دیگه سوتی سنگین داده. خودش گفته به من چی؟ میگه که ما رفتیم در عراق 7 تریلیون دلار خرج کردیم اومدیم. بعد 7 تریلیون دلار هم ترجمه میکنه، میگه میفهمید 7 تریلیون یعنی چی؟ فهم کنم خودم خوش بی سوادن نمیفهم تریلیون یعنی چی. میگه ببین میلیون نه و میلیارد نه و تریلیون، اونم به دلار. 7 تریلیون دلار یعنی 7000 میلیارد دلار بودجه 100 سال ایران، بودجه یه قرن ایران. میگه ما رفتیم تو منطقه خرج کردیم، تموم شده رفته، هیچی هم دستمون رو نگرفت تو منطقه. اینو اعتراف آقای ترامپ. آقای ترامپ پیام نوروزی هم امسال برای ما فرستاد مردک، خیلی هم پیام حساب شده بود، واقعا دقیق، منتها یه جای لو داد نقششون چیه. اومد تو اون پیامش چی گفت گوش کنید، گفتش که ایران مخصوصا سپاه هدف گرفت، گفت داره توی منطقه 16 تریلیون دلار، 16 میلیارد دلار خرج کرده، در حالی که مردم خود ایران چی هن؟ مشکلات اقتصادی دارن. اینو مرضشون، خیلی هم استادانه. اما اینجا یه چیزی رو لو داد، با این کاری نداریم. گفت آمریکا تو این زمان چقدر خرج کرده؟ 7000 میلیارد دلار. ایران چقدر خرج کرده؟ اون میگه که چطور میگه 16 میلیارد دلار؟ اما قبول، اصلا جهنم و ضرر بذار، برادر ترامپ کاسبه، ما هم کاسب. 20 میلیارد دلار. خوبه؟ 7000 میلیارد دلار شما خرج کردید، ما 20 میلیارد دلار خرج کردیم تو منطقه. خوبه؟ بسم الله. یعنی 7000 چند برابر 20 میلیارد دلاره؟ 350 برابر. 350 برابر ما خرج کردیم. پولای برادر سعودیا، برادر قطر، برادر اتحادیه اروپا، برادر کووید، برادر این زهر ماریا و اینا به کنار. فقط ترکیه یا اینا، فقط خود خرتون. 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار خرج کردی، ما 16 میلیارد دلار. نگفتیم جهنم و ضرر 20 میلیارد دلار. بذار ترامپ هم مشتریشه. خب 350 برابر ما خرج کردی. منطقه دست کیه؟ ها؟ دست ما. دممون گرم. آمریکا با اونم در 7 تریلیون دلار خرج کرده، اینا میگه 16 تریلیون دلار با شما که 3.5 میلیارد دلار ها. اونم یه 16 میلیارد که اساس 3.5 میلیارد دلار. قبول 20 میلیارد دلار خرج. 350 برای ما رو ما خرج کردی، الان ما تو عراقی. الان ما تو سوریه. شما کدوم قبرستونید؟ چه کار آمدی؟ پس این درست نیستش که شما بیایم اینا اینقدر دشمن اینو گفته. بعضی از این بچهای انقلابی هم باورشون شده. این نیستش که من نمیگم فساد نداریم. شما که میگم از اون سخنرانی که کوتاه نمیام، ما میگم به خاطر همینم خیلی جامعه راه نمیدن. همه آستان قدس ما رو دعوت کرده بود تو دوره قبلی، بعد ما رو دعوت کرد برای مدیران اینجا بیم صحبت کنیم. آقا که مثلا سال مشخص میکنه چی میشه، بنرمنه رو اینجور چیزا میشه. ما رو دعوت کردن در مورد مدیریت جهادی، اون سال مدیریت جهادی بود، بیم سخنرانی کنیم. اومدیم سخنرانی کنیم، یه بخشی از صحبتمون پر قبای اینا رو هم گرفت که مثلا خود شما تو همین حرم امام رضا چیکار کردید. جلسه بعد از ظهر به حالت تهویه نامناسب سالن کنسل شد. دو تا جلسه بود برای اینا قرار بود صحبت بکنه. بعد خیلی هم جالب بود، یکیشون که اول عزیز اومد صحبت کرد که از اول تا آخر میگفتش که مدیریت جهادی خود حاج آقای فلانی، مدیریت جهادی اصلا سخنرانی چرا گذاشتید، حاج آقای فلانی رو نگاه کنید، یعنی مدیریت جهادی. یعنی اونجا اومده بود اصلا کارهای داشت میکرد، من میخواستم بالا بیارم. و بس دیگه، خودت مراعات کن جون مادرت. گرفتی چی شد؟ بعد ما اگه سالی انتخاب میشد، حالا اینا اومدن برای این داستانا. الان غرض من اینه که ما مسئولینی داریم که یه دونشون به 1 میلیون نفر تو دنیا میارزه. انقدر این آدم‌ها آدمای بی سر و صدا دارن کارشون میکنن. متوجه شد چی میگم؟ بی سر و صدا دارن زحمت میکشن کارشون انجام میدن. شما نمیشناسید اینا رو. احمدی روشن میشناختی تو قبل شهادتش؟ دروغ میگه اگه میگفتی میشد. یه جوون بلند شده و جوری مدیریت کرده و این خریدای هسته‌ای رو که آخرین جلسه که قبل شهادتش تو مهتاب جاده تهران قم گذاشت ایشون، تا همین 2 سال پیش ما هنوز
لوازم داشتیم از خریدایی که مصطفی احمدی روشن کرده بود. حاج قاسم سلیمانی را اگه خود این غربیا به من و شما نمیشناسوندن ما نمیشناختیمش. خدا شد بس که اومدن خرابش کنن، گفتن آه یه قول هفسری هست داره کل منطقه رو میچرخونه فلان. به ما فهمیدیم یه قاسم سلیمانی هم بوده. چند یه سوال ازتون بپرسم، شما همه امام رضا، کدوماتون قبل از شهادت تهرانی مقدم پدر موشکی ایران اسمشو شنیده بودید؟ دستتون بیاد بالا. یک نفر تو این سالن، چند نفر است این سالن؟ 800 نفر دستشو بالا نبرده. فراوون داریم از این مسئولین که یه تار موشون به 1,000,000 مدیر غربی میارزه. بعضی از این حالا این آقایون بی ارزه میگن بریم از خارج مدیر بیاریم، اون دیگه حالا امثال با خودشون میسنجن، میگن راست میگن دیگه، حالا من میگم حق دارن، کافرم را به کیش خود خودشون نگاه میکنه، میینه ساعت 9 صبح بعد بیدار شه، ساعت 1 بعد از ظهر دوباره بخوابه، میگه غربی رو بیاریم لااقل 8 صبح تا 2 کار کنه. فکر میکنه تیم فوتبال بریم مثلا از مدیر بیاره. من کیروش برداری بیاره. متوجه شدید اینا رو؟ این اشتباهه. یه وقت شما خودتون تو این چیز نیافتید که بگن آقا من نمیگم فساد نیست در کشور ما، فساد هست، اما اینجوری که میگن نیستا، اینجوری که الان بولده که همه دزدن نیستا. من نقدای جدی به قوه قضاییه وارد کردم زمانی که کسی جرئت نمیکرد نطق بکشه. جز اولین کسایی بودم که بنده از منصور نظری دفاع کردم. تو استادای دانشگاه 2 نفر بیشتر دفاع نکردم. یکی سعید زیبا کلام بوده که بنده نقد دارم، هنوزم نقد دارم. اما این داستانی که اینا برای فساد دارم میگن این نیستا، میخوان نظام رو ناکارآمد نشونن. این نظام 40 سال از زمین و آسمون زدینش، به قول خودتون با 16 میلیارد دلار منطقه رو جمع کرده، خاک بر سرتون که با 7000 میلیارد دلار نتونستید. بدبخت با بمب اتم و ماهواره و بمب الکترومغناطیسی و چه هیچ غلطی نتونستید بکنید. خاک بر سرتون که کسی که نایب شماست تو منطقه شغالی مثل عربستان سعودی 4 ساله نمیتونه بره از پابرهنه های یمنی جلوشون بیسته، اما نایب ما حزب الله لبنان تو جنگ 33 روزه جوری زد تو دهن این اسرائیلی که دیگه غلط اضافه نکرد از اون سال بعد. این کارآمدی نیست. پس چیه؟ بهتون بگم، صدای شمشیرا رسیده به شامات، اینجا رو دارن شلوغ میکنن، همین اینجا رو بپا خیال تخت، اون ور اون آدماش بلدن نگه دارن. آدمایی داره که تا هستن تو نمیدونی، وقتی پر بکشن برن سایهشون که برداشته میشه میفهمی ای محسن حججی بود. یه شیر بچه های اینجوری هستن. مهدی نوروزی بود، بهش میگفتن شیر سامر را. عراقی ها بهش میگفتن شیر سامر را. از اینا زیاده. نیروقدس 70 تا سردار عین قاسم سلیمانی داره. 70 تا عین قاسم سلیمانی. من به شما بگم، میدونم دارم بهتون میگم، حاج قاسم یه دونه نیست، یه دونهشون بولد شده. درود خدا بر این مرد و شرافت این مرد. اما میخوام بهتون بگم اگر روزی خدای نکرده ایشون به شهادت برسه، واقعا لایق شهادت ایشون، اگر روزی این اتفاق هم بیفته، جامعه انقلابی ما دلسرد نخواهد شد. 60-70 تا سردار عین خود ایشون داره. این نسلی که تو جنگ جون پیدا کرده، شناخته خودش، شما فکر به این سادگی حذف شدن یعنی نا. چه کار کنیم که امام علی آخرین سال 11 شد، میخوریم به نماز جمعه و بای علم الهدا هم که شوخی نمیشه کرد. چه کار کنیم که امام علی از ما راضی باشن و ما رو قبول کنن؟ از خود امیرالمومنین جوابتو بخوا، گو یا علی میخوام کمکت کنم. من کمکت کنم، انقدر دوست دارم کمکت کنم. حضرت توی یکی از جنگا بود، یه نفر مد پیروز کشنه، شاید نهروان بود یا سفیر بود نهروان، گفت آخه مرد، گفت امیرم فرمود چی شده؟ گفت انقدر این داداشم دوست داشت تو جنگ با ما باشه. حضرت فرمود که واقعا دوست داشت؟ گفت آره، اصلا کار براش پیش اومد، اصلا چیزی شد نتونست بده. حضرت فرمود با ما، حتی من یه جای نقل دیدم، مطمئن نیستم، این که میگم مطمئن نیستم چک کنید، که حضرت سهم خودش رو از غنایم جنگ داد، گفت ببر بده به داداشت، یعنی تا این حد با ماه. اصلا نبوده طرفا، گفت دوست داشت با ما باشه. بعد گفت مگه میشه ثواب ببره در حالی که ما نجنگه؟ گفت داداشت که سهله،
کسایی رو دارم میبینم هنوز به دنیا نیومدن اما امروز با من علی تو صفین جنگیدن. دوست داری از اون آدم ها باشی؟ چقدر شیرین بود این لحظش. حضرت فرمود اعینونی کمکم کنید، بالورع والجهاد والعفت والصداد. گفت آی جوون بچه شیعه که تو رو به اسم من علی میشناسن، عفت داشته باش، من علی رو کمک کردی، تقوا داشته باش، ورع داشته باش، من علی رو کمک، اهل جهاد باش. جهاد دیگر یعنی کسی که امیدش به خداست. چشم. یا آیه علم الهدا هم چون دیدن شما بالا منبری با کسی شوخی ندید امروز واگذار کردن با آیه فرزانه امام جمعه کسی دیگه. آخه به من نمیدونم، حالا دوستان شاید من کاغذ بیاد میخونم. آخه میگه یه روزی بند خدایی رو برای سخنرانه فوش نوشته بودن، لای سوالات دادن و اینم یه نگاه کرد گفت آخه یه عزیزی والدش دچار مشکل شده، همه عنایت بکنن، التماس دعای فراوان داره بابت والدش فلان. آره سخنران ها بلدن جمعش بکنن. میگه جهاد کنید. این نکته آخرمه. جهاد میدونید یعنی چی؟ یعنی این که آقا جون بنبست نشناسی. کسی که خدا داره توقف داره، کسی که خدا داره بی نهایته. روز و شب کار کنی، برکت میده. من خیلی آدم حقیر، گناهکار، همه چی، اما خدا وکیل الان شما من رائفی پور رو به تلویزیون میشناسید؟ من کار خودم رو شروع کردم توی دانشگاه شاهرود، همونجا درس میخوندم، درسم که تموم شد همونجا شروع کردم سخنرانی کردم. سخنرانی هم که میکردم برای کی؟ خدا شاهده ما موقع بابامونم نظامی بود، همون لشکر 58 تکاور ذوالفقار بود، ارتشی بود. تا هم مسجد محلمون وایت بورد میذاشتم، خدا گواه دو تا از این بچه ارتشی ها میومدن میشستم براشون تاریخ صدر اسلام درس بود، برای دو نفر خدا شاهد. راهیان نور میرفتیم کار فرنگی میکنم تو دانشگاه، راهیان نور جوانه هایی دو نفر دو تا سوال داشتم برگشتم جواب اونا رو بدم، بقیه هم خوششون اومد، ما چرخیدیم تو اتوبوس جواب اینا رو بدیم شدیم رایفی. همونا تو اتوبوس دیگه ولمو نکردن ما رو، برگشتن دانشگاهشون ما رو دعوت کردن. من سخن دانشگاهی هم دیگه. بعدا پامون به هیئت باز شد بعد از 5 تا 6 تا سخنرانی تو دانشگاه. تو اصلا کاری نداری. من نمیگم من مخلص بودم و نه، من که اخلاص نداشتم اینجوری خدا بام تا کرده. شما مخلصانه کار بکن، بعضی موقع یه کاری انجام میدی گوش کن 400 سال بعد مردم میگن چی بود. سلامت باشم. آقا میگه با توجه به اینکه چند بار فرمودید برنامه اصل کجاست، آقا بگید خودمونم بدونیم. فدایان اسلام 14 مصوم که یادتونه، بیاد اونجا فدای اسلام بشه. اینجا نیست، اینجا بلند نشید بشه درهای بسته بمونید. خدمت شما عرض بکنم مخلصانه کارتون انجام بدید. بعضی موقع میگه آقا من ماها لوسیم. پیامبر 13 سال تو مکه جونش به لبش رسید، خدا شاهده 1000م نبا 1,000,000م زحمتو که پیامبر دید ماها ندیدیم. بعد برگشت چند نفر رو هدایت کرده بود؟ چند ده نفر، چند ده نفر. 13 سال یه کار فرنگی کنی 50 نفر جمع کنی نمیگی فایده نداره؟ یعنی ماهی دونه نتونستی جذب کنی، 13 سال نتونی یه هیئت بزنی 50 نفر جمع کنی؟ دل سرد نشو. خدا برکت از هجرت در هجرت از مکه به مدینه قرار داده بود. شما میدونید یه مسلمونا قبل از فتح مکه 10%، 90% مسلمون ها مال بعد از فتح مکه، 80-90% مسلمان بعد از فتح مکه مسلمان شد. خبر میرسید که آقا رسول الله چه رفتاری داشت با مردم مکه، هم دیون یدخلون فی دین الله افواجا، همین تو مسلمون میشدن. تو کارتو بکن، شاید یک کتاب بنویسی، یک کاری بکنی، 100 سال بعد یهوی زنده شه. عبدالحسین برونسی، افتخار شما خراسانی هست دیگه ها؟ کی میشناختش تا قبل اینکه این خاکای نرم کوشک نوشته شه؟ کتابش شد پرفروشترین کتاب این مملکت تو برهه خودش. بذری رو که خدا بکاره یا میبینی بعضی موقع طول میکشه. ماها صبر، ما مثل بچه کوچیکو دیدی میگه بستنی میخوام باید براش بخری وگرنه رسوات میکنه. همین دیشب یه دونش تا هواپیما بود، میگه لا مصب بذار برسیم، ما برسیم مشهد من برای تو 20 تا بستنی میخرم. میگه نه من الان میخوام.
هر چیزی آتشخاله تو هواپیما است آوردن بهش میگفت نه من بستنی من شین شکلات اورونو. بچه کوچیک ما بچه کوچیک نباید بشه. پدر میگه صبر کن برات میخرم. بعض موقع بس صبور باشه. مونتا اخلاص داشته باشید. برای خدا کار کن نه اینکه ببینن. من حرف میزنم آقای فلانی خوشش بیاد. من حرف میزنم آقای بهمانی خوشش بیاد. بذار کنار لله کار انجام بده خدا میگیره اون کارو بزرگ میکنه. سرتون رو درد آوردم نماز جمعه شروع شد بریم به نماز جمعه ان شاء الله برسید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.